خب دوستان عزیز، یک لحظه من اجازه بدید تا من این برنامه یوتیوب رو هم روشن کنم. انقدر چیزا زیاد شده، من دیگه واقعا گیج شدم، نمیدونم کجا چه باید کرد. خیلی ممنون که با ما هستید. امروز دوشنبه 19 شهریور 1397، 17 شهریور گذشت و متاسفانه خیلی تو رادیو تلویزیونای ایرانی صحبت ازش نشد. بعضیا به خاطر اینکه این در زمان شاه اتفاق افتاده سرپوش میذارن روش و ماجرا رو اونجوری که باید و شاید تعریف نمیکنن. خودتون میتونید ماجرا رو از روزنامه‌های اون زمان، حتی روزنامه‌های زمان شاه پیگیری کنید. 17 شهریور در ایران چه گذشت؟ و یه بارم آقای سرشار اگه اشتباه نکنم یک برنامه در این مورد گذاشت. امروز ما آمدیم استودیوی جدید، همونجوری که میبینید میلیون ها دلار خرج کردن و این همه آدم اونجا نشستن تلویزیون نگاه میکنن، ولی یه نفر نیست اینجا کمک من این به اصطلاح انکودر اینها رو روشن کنه و من هستم و خودم تنهای تنها. و اما اجازه بدید من این فیسبوک رو اینجا را بندازم و برنامه خودمون رو با تلویزیون مردم هم، یعنی فیسبوک صفحه تلویزیون مردم هم ردیف کنیم. گاهی وقتا میگم که فکر کنم اون موقع که ما فقط از یه جا پخش میشدیم بیشتر بیننده داشتیم، به چند دلیل. اولا همه آدرسمون رو میدونستن کجاست. آقا جمعه صبح بیا زمین بهداشت، بیا حافظیه فوتبال بازی کن. الان هیچ کی نمیدونه کجا هستی. اتفاقا یه نفر دیروز نوشته بود آقا من چند سال شما رو گم کردم. گفتم آقا من که اینجا هستم، به نظر میرسه شما خودت گم شده بودی. راستی اگه تو خیابون دارین میرین یه آدرسی رو پیدا نمیکنین، اون آدرس گم شده یا شما گم شدید. آدرسی که سر جاشه، یه بیلدینگ، یه ساختمون، یه مسجد، یه کلیسان، یه سینماست، اون گم نشده، شما گم شدید، من گم شدم. اجازه بدید اینو وصل کنم بیام خدمتتون. امروز ساعت 2:30 به احتمال 99% با آقای جلیل مرتضوی هستیم و ببینیم که ایشون بعد از این ماجرای چهارشنبه هفته گذشته و ماجرای کتاب آقای باب وودورد که امروز میاد و این کتاب کتابیه که پرفروشترین شد تو چند روز گذشته بدون اینکه هنوز چاپ بشه. میدونید که اینجا قبلش میرن به اصطلاح سفارش میدن. آقای مستشاری هم اینجاست. آقای مستشاری اگه اشتباه نکنم رستوران داره، یه عکسایی هم میندازه. واقعاً من اگر برنامه داشته باشم اون عکسا رو نگاه کنم آب از لب و لوچه میریزه و دهن آدم آب میفته. خب آدمای شکمو اینجوریه. خب در گذشت برت رینولز، هنرپیشه‌ای که هم دوره های ما بیشتر میشناسنش، چون وقتی ما 62 سالمونه، یعنی مثلا 10 سالمون که بوده، ایشون که 82 سالشه، چند سالش بوده؟ 62، 20 سال از من بزرگتره. وقتی مثلا من 10 سالم بوده، این 30 سالش بوده. این شخصی بود که با بازی فوتبال آمریکایی شروع کرد، بعد صدمه دید نتونست تو بازی شرکت کنه. با تبلیغ و آگهی و فیلم و اینها هنرپیشه معروفی شد و سوپر استار بود، تا اینکه 2-3 روز پیش فوت شد. روانش شاد، یادش گرامی باد. و اما پوتین در ایران، شاه بیچاره کجاست که ببینه پوتین در ایران؟ البته خب دوره شاه هم افراد دیگه ای، چرچیل و این و اون در ایران بودن. همیشه این ایران بیچاره به عنوان پل پیروزی بوده و جالب اینجاست که بعد از پیروزی هم پل رو میسوزونن. معمولا افراد دیکتاتور و جنگ طلب و اینها این روش رو استفاده میکنن که پل رو میسوزونن. یه عکسی دارم از پتیک که داره یه جایی رو به اصطلاح کار میکنه و اینها و نوشته بود ببین وظیفه شهرداری رو ما باید انجام بدیم. داره یه دیواری رو رنگ میکنه. من تا این دیوار رو دیدم یاد اون ضرب المثل ماست مالی، ماجرای ماست مالی رو میدونید؟ ضرب المثلی که تو ایران هست، میگن آقا ماست مالی نکن. اگه نمیدونید صبر کنید براتون میگم. عکس پتیک، دیوار سفید. عکسی دارم از رضا مشایخی بهتون نشون میدم. پوتین در ایران و خامنه‌ای به پوتین گفت ایران و روسیه باید آمریکا را مهار کنند. این کلمه ریسترین بعضی وقتا دو نفر که دعواشون میشه، یه نفر میره دادگاه به اون یکی
میگن که تو restraining order بهش میدن دیگه، اون باید خودش خودشو مهار کنه، نزدیک اون نره، نزدیک خونه اون نره، نزدیک کسب و کارش نره، و اگه بره اون زنگ میزنه پلیس میاد به جرم این که شما اون حد و حریم رو از چیزی که گفتیم 50 فوت، 100 فوت، 10 یارد، هر چی رفتی جلوتر و حریم رو شکستی، میگیرن و میبرن زندان. مواظب باشید اولا با دوستانتون سر بحث و گفتگوهای الکی کارتون به اینجا نرسه، بعدم اگر رسید تا اون زمانی که گفتن شما از اونها دور باش و نزدیکش نشو. سالگرد 17 شهریور و هنوز هم ماجرا پشت پرده است. یادم این آقای عطابکی، بعضی وقتا ما وقتی میخواین یه چیزی رو بگیم من میدونم شما نمیدونید، دست به دامن دروغ میشیم و گفتن دیگه دروغ هرچی بزرگتر باشه باور کردنش آسونتر میشه. آقای عطابکی میگو آقا من خودم میدون جالب و نمیدونم فلانجا بودم که این فلسطینی ها نمیدونم دشتاشاشون رو در میبردن، چپیهشون رو باز میکردن، لباس سربازای ایرانی میپوشیدن و به مردم حمله میکردن. شما به من بگو فلسطینی چقدر باید احمق باشه که با اون تفنگش نزده اول این کامران عطابکی نابکار دروغگو رو نفله کنه، آمده زده مردم رو. آقا خود ارتش، آقای بهروز سرشار اینجا جزو شهربانی ایران بوده، اینجا اومد گفت که آقا ارتش زد مردم رو کشت و اسم ما بد شد. ما با مردم دوست بودیم، ما شهربان بودیم، ما شهر رو به اصطلاح نگه داشته بودیم و اینها. در صورت آقای کامران عطابکی هم مدت مدیدی هست ازش خبر ندارم. ایشون هم یکی از اونایی بود که دلش میخواست رئیس جمهور بشه و هنوز نشده. بذارید ببینیم که چه میگذرد در این اوضاع و احوال. و اما درباره ترامپ و اوضاع آمریکا و اینها صحبت نمی کنم، چون اگر چیزی من بگم بعد ممکن آقای جلیل مرتضوی هم بخواد در همین باره صحبت کنه، ممکنه تکراری بشه. یکی از محاسن، ماشاءالله این تلویزیون مردم خیلی محاسنات داره، ولی یکی از اون حسناش اینه که ما با دوستانی که قرار برنامه داشته باشن نمیگیم درباره چی میخوای صحبت کنی، چی بگو چی نگو، از خودشون سوال کنی، حتی از اونایی که ممکنه امروز دشمن ما شده باشن، ولی این رو به صراحت میگن که تو تلویزیون مردم هیچ وقت به ما نگفتن اینو بگو اونو نگو و خط قرمزی وجود نداره. درباره کانون آوا، چون خودشون از 2 روز 3 روز قبل مهمان برنامه رو مشخص میکنن، موضوعات برنامه رو مشخص میکنن، پوستر چاپ میکنن یا درست میکنن، توی وبسایت خودشون میذارن، ما به خودمون اجازه میدیم به شما بگیم که در چه موردی میخوان صحبت کنن. در اون مواردم اگر سوالی داشته باشن اینجا مینویسم، از دوستان میپرسن. این هم از این ماجرا. ولی اینجا نوشتم آب اد و اینکه من فکر میکنم خانم هیلی، خانم نیکی هیلی که یک کسی هست که به اصطلاح تبار هندی داره و خیلی هم افتخار میکنه به این، یک کسی که گاورنر بوده یعنی فرماندار یه ایالتی بوده، یک کسی که یکی از اونایی بود که با همین ترامپ به اصطلاح رقابت کرد برای انتخاب شدن برای ریاست جمهوری و نشد، و وقتی که قبول کرد با ترامپ کار کنه خیلی ها تعجب کردن که خصوصیات اخلاقی این خانم مهاجر قهوه‌ای رنگ با این چیزای شیطانی و شالاتانی ترامپ نمیخوره. ولی امروز که این نامه نوشته شده، این آب ات، من توی چیز نگاه کردم، دیکشنری که دیگه این روزا رو لینه نگاه کردم، نوشته که اپوزیت ادیتوریال، یه جایی نوشته اپینیون ادیتوریال. حالا این از آقای مرتضوی هم میپرسیم یعنی چی و برابرش تو ایرانی چی. مثلا ما ادیتور خیلی همون نمیدونیم، ادیتور همون سردبیره. حالا بعضی وقتا ادیتوریال پیج داریم، فکر کنم اون صفحه مدیره یا صفحه سردبیره که مینویسه و اینها، و الی آخر اینا رو 2.5 یعنی 12 دقیقه دیگه. من امروز یکم برنامه دیر شروع کردم به خاطر اینکه نمیخواستم فیلمی رو که آقای کرمی درباره کانال 4 انگلستان
از وضع مجاهدین در آلبانی پر کرده، اونو نیمه تمام بذارم. حتما این فیلم رو ببینید و ببینید که ضرب المثل آمریکایی که میگه گاوباز رو میتونی از ده از کانتری بیاری شهر، ولی گاو و مزرعه رو نمیتونی از مغزش ببری. ببینید که این مجاهدین در آلبانی چه کار میکنن. آقای فیلاوی به خدا خجالت آوره، آقای ترشیزی خجالت آوره. یه سفر برید اونجا، راه آدم بودن و آزاد بودن یاد این بیچاره ها بدید. اینا مثل اصحاب کهف 30 سال توی صحرای عراق و حالا هم اونجا در بدرن و چه ظلمی به اینها شد، نسلشون که مقتوع النفس شدن. و اصلا صحبت نکنیم، قبل از برنامه من کانون آوا با دو نفر از جدا شده ها بودیم، آقای منوچهر عبدی از آلبانیا و آقای محمد کرمی از پاریس. حتما اون فیلم رو هم، این ویدیو رو هم ببینید. این هم از این ماجرا. و اما دیدم با آقای میبودی با آب و تاب داره تعریف میکنه که از امروز، دو سه روز پیش بود، از امروز دولت آمریکا برای آقا رضا پهلوی و همسرش و 3 تا دخترش محافظ گذاشته. و خب میدونید اینها یکیش میره مدرسه، یکیش میره سر کار، اینها هر کی باید محافظ خودش داشته باشه. ماهی 7 میلیون دلار خرج میشه و قبلا خود رضا پهلوی اینا رو میداد. آقای میبودی اینقدر به مردم دروغ نگو آقا، خجالت بکشید. واقعا میگن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. شما پیرم شدید پرهیزگار نشدید، خجالت آوره. آقا این آقای رضا پهلوی حاضر جونشو بده ولی پول نده، اینجا برای خودش یل یل میچرخه، میاد تو فرودگاه سوار میشه، میاد رستوران، میاد تو جشن، نمیدونم از آقای کاردان سوال کن، میاد 2600 دلار پول من خوردن، هم آقای کاردان هم آقای دورمانی هم تلویزیون اندیشه هم فرخانم هم رضا پهلوی، اینا همشون گنگن، مافیا هستن، با هم هستن. در هر صورت میاد اینجا رو آتیش میپره. محافظ یعنی چی؟ آمریکا به آدمای خودش، به سناتورای خودش محافظ نمیده. دارن میاد بسکت بازی میکنه یا میره بیسبال بازی میکنه، تقی میزنن لنگش میره هوا. این مزخرفات چیه برای مردم میگی؟ تازه اگر هم همچین چیزی باشه، لابد اومدن نشون دادن که تهدیدی شده چیزی، اینم برای یه مدت. بعد اگه خیلی دیدن خرجشون میشه میگن آقا شما میگی تهدید میشه، شما که کاری انجام نمیدی، اسم و فامیل تو، شماره سفلان اینا عوض میکنی، برای یه جایی برای خودت خوش باش. تحصیل اینه. از آقای انصاری سوال کردم، گفتم آقا یه همچین چیزی رو آقای میبودی داره میگه درسته، صحت داره؟ آقای پهلوی قبلا خودش پول چیزها رو میداده. گفت بابا یه سکیورتی خیلی کوچولویی، من خودم دیدم 3-4 نفر اسپانیش با 2 تا سگ ایشون استخدام کرده بود دنبالش. حالا لابد به اونا هم گفته شما فعلا بیان برای من کار کنین، اگه من شاه شدم به شما حقوق میدم، چون این خانواده خیلی خسیسن. حالا صحبت از این خانواده شد، ببرمتون از این شازده به اون شازده. آقای خزعلی، این خزعلی یه دم من باهاش صحبت کردم، بهش گفتم که بیا، شما الان میبینم این برور صحبت میکنی، بیا اینجا صحبت کن. گفت با هم خبر میدیم و اینا. وقتی باهاش صحبت کردم گفت که نه دیگه، شما اونجا که هست اون فیلمای منو نشون بده. میخواستم بهش بگم آخه احمد مفت خورد، تو فکر کنی که من دیروز شروع کردم این کارو، من بیام فیلمای تو رو با دیگران مصاحبه میکنی نشون بدم برای تو تبلیغ بشه، ولی فهمیدم که تو میترسی، جرأت نمیکنی اینجا بیای، چون اینجا مثل آقای شهرام و همایون. خب بگو ببینم آقا، حالا آقای شازده حلالت میکنه پولشو خوردی، آقای شهرام و همایون خجالت بکش، آقای رضا پهلوی، آقای رضا قلدر، آقای محمد رضا شاه، آقای رضا پهلوی، 3 نسل اینا مردم ایران رو دزدیدن و بردن و خوردن، هنوزم دارن خوش میگذرونن. چی حلال میکنی؟ این مردک خزعلی اگه حلال و حرام باورش میشد چه باورش شده؟ همه امروز که بهش ارث باباش رسیده، بعدم برید ببینید خونه باباش، ما یه آپارتمان کوچولویی داشتیم، اینم مثل فرق، من توی آپارتمان کوچولو زندگی میکنم، زورا در یخچال باز میکنم ببینم از دیروز چی مونده، اونا رو میخورم، بعضی وقتا میرم تو خیابون نونای فرانسوی که انداختن دور من میخورم. اینا گدازاده هستن.
باباش اومده زمین گرفته، خونه گرفته، ساختمون گرفته، ساختن، خواهرش خورده برده فلان، حالا سر ارث و میراث آمده 250 میلیون نمیدونم تومان هرچی تبدیل میکنن به دلارای گرون، چیزی نمیشه، میشه 13000 دلار. شهرام و همایون با چی میگن بخشش بزرگ، آقا من اینو از طرف رضا پهلوی میبخشم به شما، نوکر ما نوکری داشت خودش میرفت تپل چینی، تو کی هستی که ببخشی؟ مردم ایران باید اینا رو ببخشن، اینا باید تو دادگاه های مردمی، دادگاه های دادگاه واقعی بیان محاکمه بشن. همینجوری چیزای مردم مصادره کردن، زمین و کارخونه و فلان اینها، بعدم حالا برای که ننه من غریبم بازی در بیاره میاد تو تلویزیون های مختلف. بچه خزعلی رو میگم، برید ببینیش، باباش مثل که بالاخره مرده، این 8-9 تا بچه داره، بعد این آقا میگه هنوز ما سهم زنا رو نصف میدیم. البته این آخوندان میدونی خوشنودی برای من نوشته بود، نوشته بود نمیگن ما به زنان نصف میدیم، میگیم به مردا دو برابر میدیم. ببین چه حرومزاده های هستن، حرفه رو عوض میکنه، معنیش همونه، میگه ما که به اینا نصف ندادیم، به اونا دو برابر دادیم. حالا آقای خزعلی هم ارث باباش بهش رسیده، مردک راست میگی، من این ویدیو رو نشون میدم، پولا رو بفرست برای این صبح رویش، همین بچه‌هایی که به خاطر بابای تو، همین بچه‌هایی که به خاطر آخوندهای دیگه تو خیابون دارن کار میکنن، در به در هستن، معتاد هستن. و الا من اون پولرم که حالا آقای رضا پهلوی ما را حلال کنه، من اون پولرم میدم به یه جایی. آره میدی به بچت، میدی به خانومت. خلاصه خودشون افتادن به جون خودشون و همدیگر رو دارن لو میدن. اینا رو باید به عنوان سند مدرک نگه دارید که این الان داره دارایی‌های خواهرش رو میگه، بعدن روز موعود در دادگاه‌های همون دادگاه‌هایی که شاه و خانواده‌اش آوردیم، دیدید چه ما دادگاهی درستی رو انداختیم، پولاشونو گرفتیم. چقدر من هی گفتم آقا رضا چند آوردی، تا بالاخره این کامبیز حسینی گو آقا خب بگو دیگه، گو من 62 میلیون الان دارم. آقای انصاری اومد گو این دروغ میگه، 62 میلیون یک قلمشه، اقلام دیگه ای که این ور اونور قایم کردن در پوش گذاشتن و اینا خبری نیست. میدونید که یکی از این مکافاتایی که پاپیچ این دیکتاتورا میشه، اینا از بس آدمایی هستن که مردم خودشون رو قبول ندارن، کشورهای خودشون رو قبول ندارن، نوکر کشورهای دیگه میشن، وقتی هم پولدار میشن سیستم بانکی خودشون رو قبول ندارن. مثلا شما به من بگید که تو کدوم بانک محمد رضا پهلوی اومد پول گذاشت، هی میرن آویزون میشن به خارجی ها، تو بانک سوئیس، تو بانک آمریکا فلان اینا، مجبور میشن چیکار کنن؟ پول بدن وکیل به اسم محمد رضا پهلوی که حساب باز نمیکنه، شرکت ABCD با مسئولیت محدود پشتش کیه؟ اینا وقتی میمیرن در به در میشن، گور به گور میشن، کسی دیگه نمیفهمه که آقا این شرکت ABCD مال این آقا رضا پهلوی بوده، باید پولش رو مردم ایران بدن. چطور میشه؟ پامال میشه پولا و میره. اینه که دولت سوئیس هنوز تا هنوز داره پولای کلیمیا و مردمی که تو جنگ جهانی دوم بدبخ شدن اینا هنوز دارن میخورن. این که شما میگید سوئیس چه کشور خوبیه، هیچ تولیداتی به غیر از نمیدونم شکلات و پنیر و این چاقوها نداره، ولی چرا قد اقتصادش خوبه؟ هنوز اینا دارن از اون پولایی که هیتلر کش رفته بوده گذاشته اونجا و اینا خوردن. دیدید شما یه جا چی میخوری؟ میخوای کسی نفهمه؟ نهار خوردی، حالا دوستت میاد اونجا، میخوای دور درمت پاک میکنی، این معروفه، میگن خورد دور درنش هم پاک کرد. گربه هم همین کار میکنه، گربه هم وقت میخوره دستاشو لیس میزنه. امروز دیدم رضا مشایخی یک ویدیوی گذاشته و یک شیری نشسته، نه شمشیری نه خورشیدی نه نوری، و داره دستاشو لیس میزنه. گفتم آقای مشایخی این شیر بیچاره 40 سال منتظر مون و مثل که خوراک درست حسابیش نیومده، داره دستش رو لیس میزنه، بهتر از مریم رجوی و رجوی و رضا پهلوی هست که الان دارن پشت ترامپ رو لیس میزنن، ترامپی که تا اینجاش توی گرداب و به اصطلاح ماجرای کثافتکاری های خودش هست. این مرده که داشت زندگی میکرد، هر جا میرسید سوار این و اون میشد، پول میداد، صداشون رو میبست. میگن یه چیزی هست که میگه عملت پاپیچت شده، یعنی آمریکایی‌ها میگن what goes around comes around، اون ایرانیان باز میگه با اون دستی که داری با همون دست پس میگیری. این مردک
جاه طلب، نارسیسیست چی میشه؟ خودشیفته، سلفیش، خودپسند، با پای خودش آمده انداخته توی این دام ریاست جمهوری که من فکر کنم دوربریاش هم با خودش میبره پایین. دوربریاش کی هستن؟ بچه های نابکارش که یک از هم فاسدتر، و دامادش که فسادش از همه اونها فاسدتره. این از و اما اجازه بدید من از یه دوستی عذرخواهی کنم. گاهی وقتی ما عذرخواهی میکنیم نمیدونیم برای چی، ولی عیب نداره اگه دوستان خوشحال میشه. یه دوستی که هم نویسنده است و اینها، و ما سالها دوست بودیم، مینوشتن، مقالاشون میخوندیم، اینها سر این ترامپ و اینها از ما قهر کردن. گفتیم خب هیچ اشکالی نداره، آدم های برادر، فامیل، دوست هم با هم قهر میشن، عیب نداره. بعد یه مدتی سر این ماجرایی که ما تعریف کردیم، ماجرای بیمارستان و فلان، ایشون برای ما تماس گرفت و مواظب خودت باش و اینها، شما به اصطلاح بچه داری، نوه داری، اینها، و این ترامپ رو ول کن اینها. خیلی جالبه، من وقتی نوشته خود ایشون رو خوندم تو برنامه، ایشون بعد برای من نوشته که شما من رو به خاطر نداشتن نوه سرزنش کردی. گفتم جالب اینه که منم فکر کردم شما به خاطر نوه داشتن من میگی دیگه سربی چون پیر شدی از میکده خارج شو. و این اینجا بهش میگن میساندرستندی، سوء تفاهم. ما به شوخی اون وقتا میگفتیم آقا سوء تفاوت شده، سوء تفاهم. همون از من دلخور میشه، هم من از اون دلخور میشم سر هیچی. خانم آقا شما بچه داشته باشی 10 تا به من مربوط نی، نداشته باشی به من مربوط نیست. این انتخاب شماست که ازدواج کنی نکنی، بچه داشته باشی نداشته باشی، انتخاب بچه هات هست که نوه داشته باشن نداشته باشن، به من هیچ مربوط نیست. ولی اون چیزی که برای من مهمه، من دیدم بعدن من برای ایشون دوباره تقاضای دوستی روی فیسبوک کردم و ایشون جواب نداده بود. و وقتی دیروز رفتم یه چیزی بنویسم رو صفحشون که عکسی گذاشته بودن از هیلری کلینتون و اوباما و این زنه که مال میانمار که زندان بود، همه دنیا تلاش کردن اومد از زندان بیرون، دیدیم آقا چه ماری چه افعی اومد بیرون، و اینها دست در دست هم داده بودن. من زیرش نوشتم دست در دست هم دهند به کین، ملت یا مردم جهان کنند آواره. من می نوشتم می زاشتم این قید می شد. بعد ایشون برای من نوشت چرا نوشته های شما چرا نوشته هاتون رو پاک کردین. گفتم والا من پاک نکردم، من فکر کردم شما اون آپشنی رو گذاشتین یا اون حق انتخابی رو گذاشتید که یا اون گزینه‌ای رو گذاشتی که فقط دوستان شما بتونن با شما تماس بگیرن، و به خاطر اینه. در اصل گفتیم خانم میدونی چیه، آقا میدونی چیه، ول کنید فعلا من و شما به خاطر این ترامپ لعنتی فعلا با هم دوست نباشیم. ولی یادتون باشه شما یکی از دلایلی که میگفتید ترامپ خوبه، میگفتید ترامپ به مردم سوریه حمله نمیکنه، فلان نمیکنه، ولی ترامپ میخواسته بشار اسد رو بزنه و نابود کنه. خدا میدونه مردم سوریه هم چه به سرشون بیاد تو بمبارا، ولی اون کسایی که اونجا بودن به احتمال زیاد همین جنرال مدداگ بهش میگن، سگ عصبانی، و اون جنرال دیگه کلی و اینا، یا همین خانم هپلی هپور نیکی هیلی، اینها بودن که نگذاشتن تا امروز. ببخشید 2 دقیقه دیر شد، من چون خودم دیر برنامه رو شروع کردم متوجه ساعت نبودم. اجازه بدید بریم سراغ آقای جلیل مرتضوی از بوستون بزرگ و زیبا، و ببینیم که امروز ایشون بعد از این ماجراهای 2-3 روز گذشته چه دارند که با من و شما در میون بذارن. یک لحظه جواب نمیده آقای مرتضوی. امیدوارم شما چون 2-3 تا اکانت داره، امیدوارم با این اکانت با من تماس بگیری. من قطعش میکنم ببینم اون یکی دیگه. جلیل is unavailable. من اینو هم اینجا یک نشون شما دوستان بدم که ما تماس گرفتیم ولی ایشون نیست. و نه این عکس رو نمیخوام نشون بدم، نمیخوام عکس بگیرم، میخوام صفحه رو
نشون بدم که میگه جلیل is not available. آقا جلیل هر وقت available شدی به من تماس بگیر، من اینجا هستم، چون قرار ما با شما ساعت 2:30 هست روزهای دوشنبه، امروز هم دوشنبه است، هم ساعت 2:34 است، هم ما تماس گرفتیم هم شما نیستی. آقای صبری حسنپور رو میبینم اینجا، بهشون خوش آمد میگم، دو سه بار از ایشون دعوت کردم. خود آقای صبری حسنپور میگه به خاطر شرایطی که بودم و شرایطی که الان دارم موقعیت مناسب نیست که مصاحبه کنم. ما که مثل آخوندا، مثل سازمان مجاهدین، مثل آمریکا، CIA تو کشورهای دیگه مردم رو شکنجه نمیدیم که به زور حرف بزنن. تازه اگه قرار بشه یه همچین کاری، میگیم یه دوایی داروی پیدا کنید که طرف انقدر خوشحال بشه اختیارش از دست بده، هرچی ما میپرسیم بگه. احتمالاً هست یه سوزنی که این کار انجام بده. چرا این سازمان ها استفاده نمی کنن و با این روش های واتر بوردینگ آب میرزن تو دهن طرف، طرف فکر کنه داره خفه میشه، یا روش های نمیدونم چی میگم دیگه، شکنجگر نبودیم ولی خوندیم این برون برو دیدیم، با اون روش ها چرا از اینا حرف میگیرن وقتی که میشه با روش های دیگه. یه بار دیگه من با آقای مرتضوی تماس میگیرم ببینم میتونیم تماس داشته باشیم. ایشون دیروز برای من نوشت که اوکی، من نوشتم که فردا هستید، ایشون نوشت بله، ولی الان این آهنگ های اینجوری حقیقتا میخوان سرتو بزنی به دری دیواری، ولی خب در و دیوار نزدیک نیست، آدم هم اینجوری جور میکنه. یکی دیگه یه چیزی بود قبلا نشون میدادن، یه دونه از این کجا گذاشتم، از این ظرفایی که بهش میگن hourglass، یعنی شیشه هایی که ساعت به اصطلاح شن داخلشه، اینجوری وارو میکنی اینجاست. قبلا اگر یادتون باشه این کامپیوتر و اینا، وقتی شما یه برنامه رو میزدی منتظر بودی لود بشه، اپلود بشه، دانلود بشه، هرچ، این شیشه رو نشون میداد که این شن داره میرزه پایین. من به دوستان میگفتم این شیشه عمر من و شماست و داره به من و شما نشون میده که چگونه عمر ما داره تلف میشه و منتظر هستیم. اتفاقا وقتی برنامه آقای میبودی رو داشتم گوش میدادم، دیدم آقای حمید نجاری زنگ زد با میبودی صحبت کرد. این حمید نجاری هم این همه پول داد به تلویزیون مرکزی، پول داد به تلویزیون های دیگه، وقتی دیگه پولی نداشت یه 30-40 دلار اینجا خرج کرد، ولی آقای نجاری واقعا خجالت آوره که شما بری رو برنامه میبودی بعد که قطع میکنی اینقدر بهت فوش بده، اینقدر بهت ناسزا بده. یه مدت هم که بهت میگفت که تو مأمور جمهوری اسلامی هستی، زنگ میزنی فلان اینا، آقا این روزا بگی به منم نمیخواد پول بدی، با تلفنت برنامه خودتو داشته باش، برای خودت احترام قائل شو. و این آقای دایی میاد اونجا، اتفاق فکر کنم دایی هم دایی الاسلام، حسن دایی الاسلام فکر کنم اونم آریزونا باشه، و میاد اون مزخرفاتو میگه. بعد شما حالا فکر میکنی زنگ زدی به میبودی گفتی همه مردم ایران هم شنیدن حرفای شما رو، آقا دیگه شما چرا برنامه اینا رو تو ایران کسی گوش نمیکنه، تا اون فیلمای جم و جم و جن و جنگیری هست کی به من به اینا محل میذاره؟ خب بذارید ببینیم، یه بار دیگه تماس میگیریم تا سه نشه بازی نشه. اگه آقای مرتضوی بود بود، اگه نبود دیگه میریم تا دوشنبه هفته آینده. جمعه براتون یه سورپریز دارم. سورپریز رو ما به این نتیجه رسیدیم که به فارسی بهترین کلمه و کلمه تک شما میتونید بگید مژده، و به همین خاطر که نخیر ایشون نیستش. بله. خیلی جالبه، زنگ میزنه بعد که من قطع میکنم مینویسه جلیل is unavailable. خب همون اول بنویس نیست، خاموش کنیم این اسکایپ رو که بتونیم این صفحه رو که باز کردیم بیشتر بازتر باشه، هرچی اینا بزرگتر باشه ما راحت تر. خب اینم از ماجرای آقای جلیل مرتضوی، امیدوارم براش اتفاقی نیفتاده باشه. محافظین رضا پهلوی 7 میلیون در ماه، من آقای میبودی فکر نمی کنم همچین چیزی درست باشه. مکین، اجازه بدین من این عکس رو
ببینم اینجا دارم به شما نشون بدم. مک کین، نمیدونم گاهی وقتی عکس، آها مک کین فایل، این دیگه خیلی جالبه. آها بعض وقتا من عکس میگیرم بعد میبینم این عکس به صورت یه صفحه اینترنت ضبط شده. کسی میدونه چیه؟ میدونم، میتونم من عکس کپی کنم، ولی میخوام عکس سیو کنم یا عکس رو نگه دارم. این سیو کردنم تو ایران بعضیا به اشتباه میگن سیف. سیف یعنی امن، ایمنی. سیف یعنی نگهداری کردن، قایم کردن، پسنداز کردن اینا. در صورت الان میزنم مکین همینجور داره برای خودش میچرخه و باز نمیشه. بعدا براتون پیداش میکنم. بله یه عکس خیلی جالبی بود، نشون میده چیزی که میدیا از مکین به شما نشون میده و چیز حقیقی که وجود داره یه چیز دیگه است. اون رو هم اگه بتونم براتون پیدا میکنم، یا عکس حقیقی رو فکر کنم میدونم رو صفحه کی بود، اتفاقا رو همین صفحه دوستمون بود که تصمیم گرفتیم بابا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، و شما هم به خیر من امید نیست، ما هم سعی میکنیم شر نرسانیم. بذارید ببینم اینجا میتونم پیداش کنم. بله آها، میگن که خوشحالم که یک نقطه ضعف پیدا شد، هیچ کدام این پست ها جالب نبود. خب ببینید این اشکال شماست، شما نویسنده هستید خانم شایسته الهامی، آمدید نوشتید بیل کریستی فرماندار ویرجینیا. خب من به عنوان یه دبیر به شوخی باید بگم شماره نمره شما شد 18، دو تا اشتباه کردی. بیل کریستی فکر کنم نویسنده است، بعد اون بعدن شما برای خود من جدا نوشتید که بله درستش کردم، اون کریستی است و فرماندار گاورنر نیوجرسی بوده. آخه شما ببین، شما فرهیخته مملکت ما هستین، یه ایراد درست ازتون گرفتیم، از غلطتون، از اشتباهتون، به جایی که بنویسید که خیلی ممنون من این اشتباه بزرگ رو الان تصحیح میکنم، از دیگران هم عذرخواهی کنید، برای من نوشتید خوشحالم که یک نقطه ضعف پیدا شد، هیچ کدام این پست ها جالب نبود. اصلا ادتود این خانمای از فمینیستن با خودشون هم میخوان به جنگن. ماشاءالله قیافان هیچ، حالا هرچی بیشتر صحبت کنیم ممکنه نخواستیم. ما خواستیم این عکس جان مکین رو به دوستان نشون بدیم، حالا اینجا پیدا شد. بله ببینید دوستان، عکس جان مکین، او چیزی که شما تو تلویزیون میبینید اینه. Select area، اجازه بدید اینه. چرا ضمناً پیدا شد دارم نشون میدم، ولی شما ماشاءالله خیلی عجول هستی، خیلی پرخاشگری، نیزاشتی. ببینید یه سوپرمنی پرچم آمریکا و دستاش و بازواش هم اینجوری برده بالا، ولی میگه یه کمی چشماتون رو باز کنید، یه کمی مطالعه کنید این برون و یه کم خبرهای خارجی و اینها رو نگاه کنید، دنبال کنید، اصل ماجرا رو میبینید. این ورش داره به اینایی که تو سوریه هستن، این ورش اینایی که تو اوکراین یا یوکرین هستن، What media don't show، میگه چیزی که رسانه ها به شما نشون نمیده. خب اینم یه چیز جالب. حالا مثل شاهزاده حلالش کنید. چشم. نه اگه بخوام مثل شاهزاده حلالش کنم، مجید تو باید از طرف من ایشون رو ببخشی. بذار بهتون نشون بدم، بذار واقعا بهتون نشون بدم. حالا نمیدونم ایشون نوشتش درست کرده. آها نوشته رو درست کرده. شما وقتی نوشته رو درست کردی، اصلا میتونی نوشته منو برداری یا برای مردم بنویسید که ممنون از سوربی که اشتباه من را به من گوش زد کرد و من درستش کردم. دوستان اینجا میبینید ایشون نوشته کریستی فرماندار سابق نیوجرسی. تو پست قبلیشون نوشته بود بیل کریستی فرماندار ویرجینیا. خب تفاوت شما با اون آخوند طلبه اولین جلسه بالای منبر که میره اونجا میگه حسن و حسین
خواهران نمیدونم فلان فرزندان معاویه بودن چیه؟ احتمالا اگه یک کسی هم به اون میگه آقا اینا حسن و حسین حسن و حسین خواهر نبودن، حسن و حسین بوده، برادر بودن، فرزندان علی بودن، اونم لابد مثل شما پرخاش میکرد. خب مردک این همه چیز خوب من گفتم شما ندیدی؟ همین یکی رو دیدی؟ کارمون خرابه. من با آخوند ایران هیچ فرقی ندارم، شما با آخوند ایران هیچ فرقی نداری، فقط تظاهر میکنیم من دموکراتم، من اومدم آمریکا آدم شدم. نشدیم. شدید شما، تبریک بهتون میگم، من هنوز نشدم. اوکی. خب اینم از این. و اما حالا که آقای مرتضوی قائبه گفت همه اومدن جز باقه، شماها برای من بنویسین شما نظرتون درباره این مقاله‌ای که یه نفر اونم از افرادی که در ردیف بالای ادمینستریشن یا این حکومت ترامپ هستن اومده نوشته داده به نیویورک تایم، نیویورک تایم هم این رو ناشناس چاپ کرده که آقای ترامپ از بس عصبانی بود کلمه انانیمس ناشناس رو هم بلد، یعنی لکنت زبون پیدا کرده بود یا دندون مصنوعیش میچرخه. دیدید اون دفعه به United States of America میگو United States جوری میکرد و از این چیزا اشتباه میگو. کاک سوربی یه قلق دادی چون تازه آنلاین شدم. نه خوشحالم که یادم آوردی، من میخواستم نگم فامیل شما رو، فقط اسمتون رو بگم آرمان، ولی حالا که خودت نوشتی میگم. این دوست ما آقای آرمان نیکدل خیلی چیزای خوب مینویسه، بعض وقتا برای ما هم میفرسته، من استفاده هم میکنم اینا. ما وقتی این ماجرای بیمه ها و بیمارستان و قدر سلامتتون بدونید اینا رو گفتیم، ایشون نوشت که آقا 16,000 خورده خودت باید بدی. ما هم گفتیم که خوشحال شدیم، گفتیم یکی از دوستان میخواد کمک کنه. فوری نگفتیم مثل دیگران بله باید بدیم که اینم بگه خب پس منم 5,000 دلار میدم. گفتم نه آقا ما 20% شو باید بدیم، میشه 3,200 دلار. گفتیم حالا ایشون 100 دلار 200 دلار شو میده، میگه اقلا این بگی نفس بکش تا بیمارستان بعدی. بعد دیدیم هیچی، گفت هیچ، خدافظ. من خب آقا چه فرق نمیکنه که من 3,200 بدم، 16,000 دلار بدم، 160,000 دلار بدم، تا وقتی هستم شما میای نگاه میکنی، وقتی هم که نیستم میگی چی؟ تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. یه چیز دیگه هم میگه، میگه دنبال جنازه هم به عشقی، آها، تا بر سر تخت عیش و نازم، نمیدونم یه چیزی به رشکی، چون با دل خسته جان سپردم، دنبال جنازه هم به عشقی. یعنی تا امروزی که هستیم حسرت میخوری که آقا این زنده است. آرمان نه، یه نابکاری ابراهیمی اومده بود همین که گفتم آقا من چند سال شما رو گم کردم، گفتم احمق من اینجا هستم، چند سال خودت گم کرده بودی. در صورت بعض وقتا میگه وقتی که رفتیم دیدید دیگه، مثلا آقای احسان یار شاطر، خدا وکیلی از خودتون سوال کنید کدام یک از شما این ایرانی کار رو خریدید گذاشتید نمیدونم 200 جلدش تو خونتون، اصلا نمیدونم چاپ شد، اصلا نمیدونم تموم شد، کدام یکی از شما روی اینترنت رفتید دنبالش ببینید ایرانیکا چیه، این نمیدونم دایره المعارف ایرانی. ولی همچین که مرد همه اومدن عکسش گذاشتن، ایران بی صدا شد، ایران بی پدر شد، ایران در بدر شد. یعنی چی؟ یعنی من تا دیروز احسان یارشاطر رو هم صبح میخوندم، هم زور میخوندم، هم شب. یه مش آدم های دروغگو، یه مش آدم های متظاهر، هر کدومون سعی میکنیم از نفر دیگه بیشتر تظاهر کنیم تا بلکه محبوب تر بشیم. خداییش وقتی هم تظاهر نکنی اینجوری میشه. این خانم نیه دوباره برای من نوشت آقای سوربی شاه مرده دست از سرش بردار. گفتم خانم نیر خانم، شما از صبح تا شب این تلویزیون‌ها رو نگاه می‌کنی، آقای مینویی، آقای سعید نمیدونم چی مال روزنامه زن روز، آقای میبودی، کوفت، زهرمار، اینا رو می‌بینی، اینا این همه دروغ درباره این شاه بدبخت بی سواد میگن، به یکشون زنگ زدی بگی آقا اون مرد ولش کنی؟ همچین که ما حقیقت رو میگیم، شما میای اولا وای میسی فایت می‌کنی، یعنی آرگیو می‌کنی، مناظره می‌کنی، همچین که کم میاری میگه آقا مرده ولش کن. یکی از مبارزه و مناظراتشون اینه،
ما اون دفعه نقل این بهائیات توی این چیز خوندیم که بابا شاه و باباش هم اینجور بوده. میدونید شما رضا شاه میگه بهائی‌ها رو برده بسته دم استبل، یعنی فقط به مجلس شورای ملی نمیگفته طویله، بهائی‌ها رو برده گذاشته دم استبل. خب شاه هم براتون یه داستانی بگم اینجا اتفاق افتاد. یه نفر زنگ میزنه به پلیس میگه که یه عده‌ای تهدید کردن و دارن میان، دوستانمون هم گفتن 3 کوچه پایین ترن، دارن میان خونه ما را آتیش بزنن و ما و زن بچه‌مون رو بکشن. پلیس میگه هم اونجا تکون نخورید، ما میان. آژیر و ماژیر و اینها میاد. طرف خوشحال در واز میکنه، همچی که در واز میکنه پلیس میاد تو، تق 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 تو پای زن و تو پای بچه و تو پای طرف میزنه. طرف میگه آقا چرا ما رو میزنی؟ اینا میخوان بیان منو بکشن، اینا میخوان بیان آتیش بزنن. میگه نه، ما این کار کردیم که به اینا بگیم دیگه لازم نیست، برگردین برین خونه هاتون. تو رو خدا اگه یه کسی همچین داستان مزخرفی برای شما بگه یا یه اتفاق اینجوری بیفته، شما نمیگید این طرف دیوانه است یا این دنیای دیوانه 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 است؟ شما باورتون میشه طرفدارای شاه حتی دوستان بهایی منتظر آقای فیروزی هستم که از کالیفرنیا بیان اینجا، قرار ماه سپتامبر یه چند روز اینجا باشه، حتی دوستان بهایی دست به دامن دروغ گفتن شدن درباره شاه و ماجرای باتمان قریچ و ماجرای تیمور بختیار که بله چون فلسفی و بروجردی خیلی عرعر میکردن و درباره بهایی ها بد میگفتن و ترس از این میرفته که مردم شورش کنن، ساواک و باتمان قلیچ و اینها میرن به دست خودشون فقط اون بالا رو خراب میکنن. بعد خانم نیر نوشته بعدم چقدر قشنگ براشون ساختن. داستان پلیس یادتونه اومد تق 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 زد پای همه رو شکند و تیر اندازی کرد، بعدم براشون یه پاهای چوبی خریده گفته ببین چه پای نوعی گیرد اومد. آقا خانم نکنید این کارو، بگید اشتباه کرد. بعد خود شما وقتی من براتون میفرستم که دیدار شاه و خمینی این چنین، بعدش خمینی و بروجردی آنچنین، شما میگی بله آخه شاه 24 سالش بود بلد نبود، ترسو هم که بود. میگم خب این 24 سالش که بود بلد نبود ترسو بود، وقتی وسط میان حال شد 3-4 بار هی فرار و الفرار، وقتی هم که به سن درست حسابی رسید که شما میگی نامه گذاشتن جلوش خوندن، خب این مردک چی بوده؟ اینقدر عقل تو کلش نبوده؟ یه نامه شما نوشتی میدی دست من میگی بخون. اینو من به علی سرشار گفتم، علی سرشار اگه نگاه میکنی یادت هست وقتی گفتی داور نوشت داد دست من، گفتم خب شاید داور نوشت، گفت که تام بخونی، تام برداشتی خوندی که همسر علی سرشار فاحشه است، میخونی؟ آقای چمنارا اگه برنامه رو میبینی به یه علی سرشار بگو، بگو بیچاره این همه نوکری کردی تو شهربانی به کجا رسیدی؟ آخری شدی تنکیپر مهران قرآنیان رو نمیدونم باتمان قلیش واسه از صبح تا از خاک بخون. آدم بشید برای خودتون قد اینجا میگن چی سربلند، یه چیزی هم بهش میگن چی تا چه دیگه. اینجا که شما داری یا سبزی فروشی میکنی یا ران تاکسی میکنی یا کار میکنی، دیگه این چاپلوسی برای چیه؟ حالا من بهتون نشون بدم این ساختمان بهایی ها رو و اینی که رفتن برای که مردم نریزن اونا رو خراب کنن، اینا خراب کردن. دوستان این روزنامه خود دوره شاه بهتون نشون میدم، کیهان یک شنبه 31 اردیبهشت ماه 1334، اگه اشتباه نکنم 44 که نیست که 34. خب بذارید ببینم میتونم اینو بیارمش روی صفحه یا یک لحظه امانم بدید. خب کیهان کامرای 2 ببینید، اولا ایشون برای من نوشته اون بالاشو رفتن خراب کردن، بعدم براشون خیلی قشنگ سر ساختن. مجید اینجا میگه خودشون همه مجیزی میگن،
هر گوزی رو رب میدن به شقیقه اعلی حضرت، به شقیقه اعلی حضرت، تا ما یه چیزی بگیم میگن چرا شما شاه مرده رو ول نمی کنی؟ این شقیقه و گوز و اینا رو شما بگو خانم شقایق و گودرزی، دیگه همه میدونن. خب آرمانم نوشته بود قلقلک دادی، قلقلک ما همین بود. حالا شما دیگه اگه خندت گرفت بعدا خودت بشین با خودت فکر کن، شما که این تلویزیون رو نگاه میکنی اگه دوست داری چرا حمایت نمیکنی؟ کیهان، از امروز تخریب گنبد حضرت القدس شروع شد. قریب 20 نفر عمله، بنا، نجار و آهنبر از صبح زود به کار پرداختن. وقتی که علی عمله اولین کلنگ را بر گنبد حضرت القدس فرود آورد، شیشه‌ای که یکی از آرمها یا علامتهای بزرگ بهائیان بر آن منقوش بود شکست و فرو ریخت. این جالب تره. رئیس ستاد ارتش و فرماندار نظامی تهران از عملیات تخریب حضرت القدس بازدید کردند. رئیس ستاد ارتش و فرماندار نظامی در بازدید از تخریب گنبد حضرت القدس، رئیس ستاد هنگام زدن کلنگ به گنبد. اینم ببینید شما دوستان، وظیفه ارتشی ها در زمان شاه به جز این که باید قربون صدقه شاه می رفتن، به جز این که بعضی هاشون براش حتی خانم می بردن، اینم بوده که رئیس ستاد ارتش، فرماندار نظامی، حالا من نمیدونم اون موقع چرا حکومت نظامی بوده، سال 1334، این دو سال بعد از ماجرای مصدق و شاه بوده. و ببینید دوست، اگه رفتی شما تاریخ خاصی بخونی، این دوستتون گله میکنه که آقا مرده ولش کن. می نویسم خانم افرادی که معروف هستم، من یه چوسکی یه انقدی معروف هستم، شما میای میگه آقا دیروز توی مهمونی بودم فلانی حرف زد، شما نمیتونی بهش بگی سربی اینجا نیست حرفشو نزد. بهش میگن پابلیک فیگر. شما نمیتونی بگی خمینی مرده پشت سرش حرف نزد. من میتونم بگم خمینی دروغ گفت. شما میتونی بگی که خمینی هر چیزی که دوست داری، چون اینا پابلیک فیگر هستن. شما نمیتونی بگی هیتلر مرد دیگه پشت سرش حرف نزن. این کار غلطیه که این شاه اللهیا هی تکرار میکنن و از تکرار مکرراتم هیچ به اصطلاح ابایی ندارن و هر روزم شما این شاهدشی. شاهد از غیب اومد دیگه، آقای خوشنودی میگه خودشون هر مجیز دروغی که میخوان میگن. مجیز مثل که یعنی تعریف و تمجید، حالا نمیدونم تعریف و تمجیدیه که دروغ باشه یا درست هم باشه مجیز گفته میشه، کلمات خیلی من نمیدونم. بله، میگه که کاکو سوربی، شما از طرفداران شاه بپرسید چرا به انگلیس و سوئد و فرانسه هر کدام 1,000,000 دلار کمک کرد ولی 99% از روستاهای ایران نه جاده آسفالت داشتن، نه آب شرب، نه برق، نه گاز. از کسانی که در سیستان بلوچستان خدمت سربازی رفته اند بپرسید چه وضع اسفناکی داشتند. آیا سزاوار نبود به جای آن همه کمک به اروپا، به اروپای قد نشناس، برای خود مردم ایران هزینه میشد؟ آقا خانم نیر روی چیز هست، بزنید با ایشون صحبت کنید دیگه. ایشون وقتی میاد مینویسه، یه جای عمومی هم مینویسه، شما روی پستای من برای ایشون میتونید کامنت بذارید، نظر بدید، فقط لطف کنید. اگر کسی یه نظر میده توی قسمت نظر ایشون نظر بدید که اگه اونا برداشتن نظر شما هم پاک بشه یا جواب شما پاک بشه و نمونه اونجا مردم بیان بگن آقا این آقای آرمان دیوونه شده، اینجا داره برای چی صحبت میکنه. بچسبونینش به اون، مثل که اون یک کاغذی میزنه روی این تابلو، شما گوشه این تابلو یه کاغذ دیگه بنویسید که این کاغذ مربوط به اونه، که اون اگه اونه کند رفت، اینم کنده بشه و بره دنبال کارش. اینجا نوشتم آرمان پرسید همه 16,000 دلار رو خودت باید بدی. ببین خوب یادداشتش کردم، چون اینجا دیروز خودم تنهایی داشتم میخندیدم، گفتم که این دوستان اینجوری هن دیگه. بله، خز علی رو از امروز بهش بگیم خر علی.
ایشون هم آمده و چه با ناز و عشوه برای شهرام همایون که میخواد از آقای شازده حلال بودی به طلبه. بهتون گفتم که یکی از چیزهای دیگه که این شاه الله‌یار را انداخته بودن، یادتونه خانم ماهستی هم خونده بود ای مردم نمک نشناس ولی عهد ما میدون مولوی دیر دنیا آمد، خب چی کار کنم، بیاین نمیدونم ازشون عذرخواهی کنیم. خانم حوریه میگم اسمش هست، خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته بود آقا من به شما چه عذرخواهی بده کارم، که متاسفانه به جای اینکه خود رضا پهلوی جواب بده چون زبله جواب نمیده، یه مشت احمق دور برش حمله میکنن. درباره رضا پهلوی و اینها باز این آقای زرابی ریپلای کنن، بله بله خیلی ممنون، ریپلای کنن. اگه یه عکسی بگیری یه نفر، یه لحظه والا نشون دادم، حتی اون دوستمون که آمده بود گفته بود من اینو نوشتم برای یه کس دیگه، بهش گفتم خانم شما اینجا علامت گذاشتی که حالت بد شده، خدای نکرده مریضی یا از نوشته من استفراغت گرفته، نوشته نه اینو نوشتم برای یکی دیگه. گفتم خب اگه برای اون نوشتی چرا ریپلای به اون نکردی، چرا آمدی به صورت کامنت یا نظریه رو این گذاشتی؟ بلد نیستی ما، بلد نیستی. اگرم یکی به همون گفت میگم آقا این نویسنده مملکت ماست، تو چند تا مجله معروف مینویسه. بهش گفتم خانم این بیلی کریستی ما نداریم، فرماندار ویرجینیا، من 32 ساله اینجا هستم، تمام اینا رو حالا یا دیدم یا اسمشون شنیدم، یکیش خوبه یکیش بده. مثلا اونی که با این آقای تری مکالف عکس دارم، با اون یکی دیگه که تندرو ریپابلیکنا بود گیلمور عکس دارم، چون اون کسی بود که گفت ماشین مالیات نباید بده، ماشین هر وقت بنزین میزنه داره مالیات میده و به خاطر همینم انتخاب شد اصلا نو کار تکس، و هنوز تا هنوز اینجا ما مالیات و ماشین رو کم میدیم به خاطر اون، چون یه قانونی گذاشت 100% بخشید همه رو، همه هم رئیس رأی دادن، البته بعدی ها اومدن چیز کردن. براش نوشتم این نیست، همچین چیزی ما نداریم، بیلی کریستی فرماندار ویرجینیا. به جای که بنویسه خیلی ممنون یا بنویسه ببخشید، برداشته نوشته خدا رو شکریه اشتباه کردم و هیچ چیز دیگه ای نبود. شما اتیتود ما رو ببین، اتیتود یعنی طرز برخورد، شخصیت های ما رو ببین. درست یاد من میندازه که یه احمقی بودم با دوچرخه میرفتم، اگه پشت یه کوچه یه پیرزنی بدبخت داشت میرم، من فکر میکردم هیچ که نیست، میزدم به این میخوردم زمین، اولین حرفی که میزدم خب ابرتون هم میگم مگه کوری، ما میگفتیم کور تو هست. یعنی این برخورد ایران رو با خودمون آوردیم، حالا مهم نیست ایشون کالیفرنیا کانادا باشه من اینجا باشم، برخورد همونه، گاوباز کبوی رو از کانتری نمیتونیم بیرون ببریم، آوردیم بیرون ولی نمیتونیم. خب دوشنبه آقای مرتضوی، آقای مرتضوی خط کشیدم رو اسم تا خطرناکه، این میدونید تو بازی فوتبال هم دو سه تا اختار که میدن بعد میگن مواظب بار. چهارشنبه 2:30 سعی میکنم با یه نفر از ایران مصاحبه کنم، اگر باد و ابر و مه و طوفان و فلاک، ابر و باد و مه و طوفان و فلاک در کارن، تا تو شخصی پیدا کنی و بتونی مصاحبه انجام بدی. و اما این آپ اد اگه کسی میتونه ترجمهش پیدا کنه، چون من به دیکشنری که زدم پرسیدم، میگه یکیش معنیش اینه که اپینیون یعنی عقیده، ادیتوریال سردبیر، یکیش اینه که توی صفحه سردبیر اپوزیت ادیتوریال مینویسن. اینا برای ما مهم نیست، مهم اینه که یک نفر نامه ای نوشته به نیویورک تایم، نیویورک تایم میدونه این کیه، به خاطر همین بدون اسم و رسم چاپ کرده و اون گفته که ما نام و کاغذها رو باید از رو میز ترامپ برداریم چون این دوست داره امضا کنه. یکی از اونا این بوده که میخواسته ارتش 20,000 ارتشی رو از کره جنوبی بیاره بیرون، یکی دیگرش باز این بوده که به این مدس گفته ما اصلا چرا 20,000 تا ارتشی تو کره جنوبی نگه داشتیم، گفته بی شعور اگه اینا رو بیاره اینجا، اگه کره شمالی موشک شلیک کنه تا ما اینجا بخوایم بفهمیم مثلا 20 دقیقه طول میکشه، در صورتی که اونا 15 ثانیه طول میکشه. اون وقت همین خانم نویسنده امیدش به ترامپ، ترامپی که امروز پوتین هم بهش دیگه محل نمیذاره. اینا باورشون بر اینه که یک دولت، آقای رضا سلامی هم همینه، میگه یک دولت مخفی در دولت آمریکا داره کودتا میکنه.
آقا کودتا رو برای همچین جایی گذاشتن که وقتی یه نابکاری میاد سر کار، یک کسی پیدا بشه وطن پرست به فکر مردم بیاد اینو کله پا کنه، خودش بیاد سر جاش. متاسفانه تا حالا این بوده که این که میاد اینو کله پا میکنه خودش از این یکی بدتره. ولی حتی این کیه، استیون بنن، این توی ایتالیا هم هست، گفته که دولت کودتا از داخل وایت هاوس بر علیه ترامپ داره انجام میشه. ترامپ هم داره همینجوری پیگیری میکنه که دیپارتمنت آف جستیس، یعنی این همین ماجرای اف بی آی و قوه قضاییه و اینها، برن دنبال این کسی که این نامه رو نوشته. جالب اینجاست، طرف میاد میگه آقا این جرمی مرتکب نشده، شما بدون جرم به یه نفر نمیتونی بگی ما دستگیرت میکنیم. احمق برش نوشته تریزن، خائنه، خائن تو هستی که پروندت زیر بغل روسیان از گند کثافتکاری هایی که انجام دادی صدا در نمیاد و شدی موش حلقه به گوش اونها. بله، مهدی خزعلی بسیار حرف سخیفی گفت. چه حلالیتی عمو جان، تو گویی به یک کارمند ساده که یک ملکی داشته و حالا این آقا عذاب وجدان گرفت، تمام مملکت در سیطره شاه بود، بنزه کافی و وافی پول برداشت و رفت. مجید میگه یکی دیگه، یکی بگه مردک شالاتان خزعلی، تو چرا نمیگی شاه از کجا صاحب اون املاک شده؟ رضا شاه برای مصادره و بالا کشیدن همین املاک آدمها کشت. نه آقا، من به شما گفتم، من یه دفعه تلفنی با ایشون صحبت کردم، فهمیدم که این از اون مادر قهوه است. منم خیلی با این آدم مادر قهوه سعی میکنم صحبت نکنم، چون اینا مثل این میمونه که شما حتی با کفشتم بری تو فلان بعد بو میدیری دیگه، بهتره که از اون دوربرش رد نشی بری کنار. اینم از خب بذارید من ببینم براتون اینجا چی نگه داشتم و بیام. این خانم نیر یه بار قرار شد بره دیپلم شاه رو، چون تو اروپا هم هست، پیدا کنه بیاره به ما بده، که رفته هنوز نتونسته دیپلمش پیدا کنه چون دیپلم نگرفته. حالا قرار شده کاغذ و مدارک های چیزای دیگر بیاره. شما نمیتونی اینا رو پیدا کنی، چون اینا وجود نداره، اینا فقط توی مغز شما ساخته شده به خاطر دروغایی که تلویزیونای لس آنجلس گفتن. همینو بس. بذار ببینیم این دوست هنرمندمون از خب ایشون نوشته سلام آقای سوربی عزیز، از غیبتتون نگرانم. بذار ببینم نکنه من روشن نکردم این یوتیوب رو. نخیر، یوتیوب روشنه، صدامون روی تلفن. بذار ببینم این صدا هست روی این شماره 605. یک زنگی بزنم، نمیدونم والا غیبت، من که اینجا هستم، دوستان دارن مینویسن جواب میدیم فلان، بعد یه دفعه یک کسی از یه جایی میگه از غیبتتون نگرانم. نمیدونم شما کجا هستی، بگو من از کجا نگاه میکنم. بعد یه دفعه یک کسی از یه جایی میگه از غیبتتون نگرانم. آقا خانم، شما هر جای دنیا که باشی فیسبوک نداشته باش، اینترنت نداشته باش، یوتیوب نداشته باش، با تلفن معمولی میتونی تلویزیون مردم رو گوش بدی بشنوی. حالا میگم اون یکی اومده میگه 3-4 سال نبودی، شما میگی من از صبح تا حالا از غیبتتون نگرانم. اولا برنامه من 2 بعد از ظهر شروع میشه، شما اگه تا همین الان من ندیدی باشی میشه 67 دقیقه، تازه قبلش هم 2 ساعت با آقای کرمی و با آقای عبدی بودم. دوباره برمیگردیم به همون ماجرا، شما خودت گم شدی تو خیابونا. بعد مثلا بذار براتون یه چیز جالب بگم، من اولین باری که با ماشین رفتم نیویورک دیده بودم خب همه این علامت چیز مجسمه آزادی، میگن ساختمون بلندی و فلان، اینا ساختمونای نیویورک هم بلنده، ولی خب وقتی یکم دورتر باشین شما میتونید ببینید. من از اونجا دنبال ساختمون این مجسمه آزادی میگشتم، در صورتی که مجسمه آزادی اصلا تو نیویورک نیست، درسته تو استان نیویورک، شما باید بری یه جزیره‌ای اون وسط دریا با قایق سواشی بری یه جزیره‌ای اونجاست. بعد من فکر میکردم مجسمه آزادی گم شده. خانم آقا اون مجسمه هستش، من گم شدم. اینو بفهمیم، من گم شدم، پیدا میکنیم اون چیزی رو که باید پیدا کنیم.
عرضه همون که یک دیپلم جعلی هم برای خودش جور کنه نداشته. باریکلا. اینی که شما میگی این بعدها هم که حالا دیگه باباش زد تو سرش گفت بی برو، البته باباش اینجا ظلم کرد، اجحاف کرد، به جایی که بفرستش مدرسه نظام بگه مردک فرستادم تو سوئیس رفتی دعوا کردی و پرستار حامل کردی، بیا گورتو گم کن برو مدرسه نظام، فرستادش دانشگاه نظام، چون سنش بالا بود دیگه، خجالت آور بود. دانشگاه نظام هم من فکر نمی کنم به کسی مدرکی میدادن، درجه ای میدن ستوان یک یا ستوان دو هرچی، اون دیگه تو قسمت های نظامیه که اونم بعد اونجا میگن باباش اومده دیدی این تو چادر خوابیده، به اونایی که چیز میدادن گفته اگه دفعه دیدم این خوابیده خواب را از چشم شما به اصطلاح دور میکنم. اینم از این ماجرا. کلا اگر آدم خوبی بود، دانایی بود، واردی بود که به اینجا نمیرسید. طرف نوشته بود که این اولا خلیلزای که یه مدت سفیر عراق بود و یه مدت سفیر آمریکا بود تو افغانستان و اینها، یه دفعه به من گفتن با این مصاحبه کن، من داشتم میرفتم برای یک جایی بود قرار بود برنامه برای ایرانی‌ها بزنیم، گفتم من با این مصاحبه نمی‌کنم، خیلی هم از ریخت و قیافش خوشم نمیاد، آدم دروغگویه خلیلزای، حالا اسمش یادم رفته. این گویا به عنوان چیز رفته بوده تو ایران توی نفلوشاتو دیدار خمینی، بعد یکی نوشته بود که این نوشته که خمینی که نمیدونست من فارسی بلدم، وقتی که داشتن مصاحبه میکردن به یزدی گفت به این آمریکایی‌ها بگو که ما میخوام یه حکومت دموکرات مساوات زن و مرد و اینها رو را بندازیم، چون اینا از این حرفا خوششون میاد. من نوشتم خب زیرش نشون میده که این آخوند حوزه علمی قم رفته و نجف رفته از پادشاه ما خیلی سیاست مدارتر بوده، بلد بوده مزه دهن اینا چیه، چی بهشون بگو خوششون بیاد من قدرت رو بگیرم. اون شاه نادان بود که سال 1973 گفت ما 1979 که برسه دیگه به شما نفت رو ارزون نمیدیم. طرف گفت که لطف کنید شاهنشاه ها بفرمایین که 1979، آها به ایرانی میشه 1357، شاه باطل 1357. خب اینم از این. بله یک کتابی رو یه دوستی برای من فرستاد به نام کتاب نه یه مقاله ای هست مال اینشتین، مذهب و علم یا دین و علم یا علوم و مذاهب. اینو من حقیقتش دیدم چیزی نمیگه تقریبا، حالا اینشتین اگه 100 سال 80 سال 90 سال پیش گفته چیزی که دیگه ما هممون این روزا قبول داریم که این ادیان ساخته آدم ها هستن و بله بعضیا باور دارن با این آدمایی که ما داریم دنیا بدون دین و مذهب اصلا امکان نداره و دین و مذهب و روسپیگری یکی از دو تا قدیمی ترین شغلای جهان هستن و شما نمیتونی این همه شغل یه دفعه از بین ببری، باید براشون یه کار دیگه پیدا کنی. حالا کی بتونه برای اینا که مفت میخورن و اینجوری تن فروشی میکنن مثلا کاری پیدا کنه، اون دیگه من نمیدونم. در اصل این کتاب این نوشترم پیدا کنید بخونید، به نظر من جالبه، روی فیسبوکم گذاشتم. ولی این باز برگردیم به آپد یا نوشته‌ای که من فکر میکنم که اینو خانم نیکی هیلی نوشته و این دلیلی که اومده از گفته های چند نفر دیگه استفاده کرده. یادتون باشه اسکندر رو هیچ کس نتونست بکشه، این هندی ها از بین بردنش، چون اینا خیلی باهوشن، خیلی آدم های صبورین، خیلی زحمتکشن و هرچی شما میخوای مسخرهشون کن، ادای لهجهشون رو در بیار، اونا کار خودشون میکنن. این خانم اصلش هندیه، آمده نشسته ببینه این معاون رئیس جمهور چه چیزایی رو نکته کلامش هست، یک چیزی استفاده میکنه به نام لود ستار، فکر کنم همون ستاره های گاید ستار یا ستاره هایی که راهنمایی اون وقتا دریانورده ها اونایی که تو ارتش هم بودن میدونن، با وجودی که قطنما داشتی ولی میگفتن شما سعی کن از این ستاره ها جهت تو پیدا کنی، دو به اصغر دو به اکبر، آخرش هم ما نفهمیدیم یاد نگرفتیم چه کار کنیم و الی آخر.
جلیل مرتضوی: کاکو آی ترای تو کال یو توایس آن اسکایپ، یو دید نات انسر، آی لفت مسیج آن یور وایس میل. چه ساعتی شما تماس گرفتی آقای مرتضوی؟ شیطنت نکن، اگه دیر آمدی بگو دیر آمدم، بذار من دوباره اسکایپ رو روشن کنم بیام سراغ شما، و من اینجا نشون دادم حتی تو صفحه که سه بار زنگ زدیم و میگه آقای مرتضوی not available. حالا ببینیم میسکالای شما بعد از ما بوده، یکی یکی اینجا نوشته. اینو ما باید یاد بگیریم، اول بگم آقا من دیر رسیدم، تماس گرفتم، حالا هستم، شما تماس بگیرید، نه اینکه ماجرا رو بندازم سر طرف که آقا بله ببینید شما 3:05، 3:05، بعد یکیش میگه 2:48 PM. 2:48 PM ما قرار بوده 2:30 با هم صحبت کنیم. بذارید ببینم اولیش کی بوده. آها 2:48 بوده دوست عزیز. من حالا باز زنگ میزنم چون حقیقتش میخوام شما صحبت کنی، من ویدیوی کانون آوا رو بفرستم برای این دوستان که ادیت کنن و بذارن روی صفحه شون. بریم سراغ آقای مرتضوی یک بار دیگه از بستون زیبا. امیدوارم ایشون فیسبوکش هم خاموش کنه که بتونه با اسکایپ با زور بیشتری، نیروی بیشتری زدونه. بازم زنگ میزنم ایشون نیست، بذارید پیام ها رو پخش کنیم. ببین آقای مرتضوی من نمیدونم اسکایپ شما هم اینجوری نشون میده وقتی زنگ میزنیم بعدش مینویسه که ایشون نیستش. اینا هم ببینید نگاه کن، قطع که میکنم مینویسه شما اویلیبل نیستی. حالا اویلیبل با آنلاین بودن و اینا هم فرق میکنه، اینم چیزایی که ما تو بخوام بفهمیم دیگه رفتیم. بیچاره سعدی گفت زندگی باید دو بار باشه، با یکی تجربه آموختن، با دیگری تجربه بردن به کار. ولی مثلا ماها که دو سه تا کشور رفتیم باید برای هر کدومش دوتا باشه. پیدا شد آقای مرتضوی. حالا میگه مگه من گم شده بودم که پیدا بشم. آقای مرتضوی هستی؟ آقای سوربی من هستم به خدا، و شما با دوستایی صحبت میکردید، من داشتم اونا رو گوش میکردم. بعد یه دفعه وسط زنگ زدی و من نمیتونم شما رو به اون سرعتی که داری خاموشت کنم، دوباره بتونم از اون دستگاه بگیرم. مچتو گرفتم. چند بار من تا حالا به دوستانی که قرار مصاحبه داریم گفتم قبل از مصاحبه کامپیوترتون خاموش روشن کنید، مودم و راوتر خاموش روشن کن. نه مال من هیچ کدوم اون نیستش. من با یه دستگاهی که بتونه صفحه رو بخونه اونو باید قطع کنم. اوه فهمیدم، اون دستگاه، میدونم چی میگی. اوکی من از شما عذر میخوام. اوکی عزیزم ویدیو چرا وصل نیست؟ به خاطر اینکه همین کامپیوز که میشه تو بخوام اون کار رو بکنم. اوکی من عکس فیسبوک تو نشون میدم. من همون کارو بفکرم اون باشه بهتر. ببین من به دوستان گفتم که من صحبت نمی کنم درباره این ماجراهایی که چند روز گذشته اتفاق افتاده و الان آمریکا واقعا یه وضع خیلی بدی داره. الان دیدیم حتی اوباما دوباره اومد صحبت کرد، حتی دیدیم جان کلی، حتی دیدیم اون آقای جان کری ببخشید، اون آقای معاون چیز جو بایدن، اینا همه نگران اومدن صحبت کردن و بعضی هاشون هم میگن این هر کی نوشته باید بیاد بیرون و اعلام کنه، اصلا استعفا بده و اینا. من ساکت میشم، شما بگو برای ما چی داری این از اون هفته تا این هفته، بگید ببینیم که حساب کتابمون با کتب الکاتبین چی میشه. بفرمایید. ببین آقای سوری، اول میخوام شروع کنم، میگن سخن کوتاه. شما از دیل کانگی ایراد گرفتی، حالا من میخوام که یه جمله از دیل کانگی براتون بگم بعد این برنامه رو شروع کنیم. دیل کانگی در یکی از این روزها توی انگلیس بود، این برمیگرده 70-80، بیش از 80 سال پیش. بله بله. ولی گفتش که به کلیسایی رفتم، دیدم که تو این کلیسا هر یک شنبه، خود دیل کانگی هم مذهبی بود، باورمند مسیحی بود،
گفت دیدم که این کلیسا تعداد آدماش یک شنبه همیشه بیش از کلیساهای دیگه است. میگم برای من یه معما شده بود. رفتم سراغ کشیشی که اونجا صحبت کرد. کشیشم پروتستان بوده. گفت باش رفتم مصاحبه کردم. میخواستم که شگرد کارشو بدونم که چجوریه که ایشون یک شنبه ها تعداد شرکت کننده های کلیسا چند برابر کلیسای دیگه است. چی تو این سخنرانی هاش چی رو داره؟ چی کار میکنه؟ خب ازش پرسیدم که چجوری تو این همه آدم رو جمع کنی؟ خب ببین من یه هفته جلوتر که این سخنرانی ها رو مینویسم همیشه سعی کردم که از دامن زنا کمک بگیرم. خب ما یه اصطلاحی داریم، دستم به دامن شما. حالا ببینید که این آقای کشیش چی میگه. میگه نه، سخنرانی من به اینه که وقتی مینویسم از دامن زن رو کمک میگیرم، به این خاطر که سخنرانی را انقدر کوتاه میکنم که نظر همه جلب بشه، مثل دامن خانم ها. ولی انقدر پوشش میدم که تمام زاویه ها رو بگیره. این حالا تازه مذهبی بوده. دقیقا. حالا جالبی اینه که میگه حالا من دلیل که اینو بهت گفتم که این جریانی که این هفته در نه بگو شما. دلیل این که اینو میخوام بگم به این خاطر که اون سخن اینقدر کوتاه بود در روزنامه نیویورک تایمز اینقدر بازتاب پیدا کرد، چون اون در حقیقت یک اپینین پیج بود توسط یه آدم ناشناس، اولا ناشناس برای ماها، نه برای سردبیر نیویورک تایمز. حتی یکی از نویسنده های ستون عقیدتی این روزنامه که همین یک شنبه که دیروز باشه در MBC میتپرس صحبت میکرد، میگفتش که حتی تاپ لول این روزنامه هم نمیدونن، به خاطر اینکه چند تا از اون آدمایی که تو قسمت مدیریت و سردبیر بالا هستن، گفت این اسمو خیلی سیکرت نگه داشتن که همه ندونن، حتی در خود روزنامه. و دلیلش هم اینه، چون ببین تمام کاخ سفید رو به هم زده به این خاطر که این نوشته بود که آقا در خود کاخ سفید ایده‌ای هستن که اینا گروه به حساب مقاومته، و این گروه مقاومت سعی میکنه که رئیس جمهور کشور رو به بیراه نکشه اینقدر، و به همین خاطر که بارها شده مثلا ما بعضی کاغذها رو از جلوش برداشتیم. حالا سوال اینه چجوری اون کاغذها رفته اونجا تا اون حدود، اگه این همه مخالفته پس چطور کاغذها رفته روی دسکش؟ این یه موضوع. موضوع دوم اینه که بعضی موقعها از آقای ترامپ هم اینجور چیزا بعید نیست داری حرفایی بزنه و یه کارهایی بکنه، چون در گذشته آقای ترامپ مثلا اون موقع که رئیس جمهور نبوده خودش زنگ میزده به روزنامه ها از قول میگم من توی یه چیز ترامپ کار میکنم، ترامپ میخواد این کارو بکنه، مثلا یه چیزی به قول خودشون میخواد افشاگری کنه، ولی در حقیقت میخواد خودشو پروموت کنه. ولی من سخنرانی خود مایک پنس رو که گوش کردم، فکر کنم در شبکه CBS بود دیروز، ازش پرسیدن که ببینم شما نکنه شما باشید، بعد این صداش آقای سوری یه دفعه دگرگون شد، گفت نه من اصلا حاضرم هر موقع خواستم برم دروغسنج جای دروغسنج این حرفا رو بزنم. یادم ایاتون باشه پارسال که آقای ترامپ سخنرانی میکرد در اون جلسه تقریبا تنز گرین آیت، فکر کنم در یکی از این کلوب های یعنی در بایت هاست کارسپاندین دینر بود یا یکی از اینا. این نه 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 تو اون نرفت، فکر کنم تو اون مجلسیه که یه روز دعا هست، فکر کنم اونجا بود، چون ترامپ توی وایت هاوس کورسپاندنت نرفت. آره نه، یک سازمان دیگه هم هستش نزدیک خونه شما هم هستش تو ویرجینیا تشکیل میشه سالی یه بار، حتما IR چیز بوده، NRI بوده دیگه، National Rifle Association کنم. بله بله. اونجا به شوخی گفتش که آره هر روز مایک پنس که بلند میشه میاد کاخ سفید میگه ببینم یارو ایمپیچ شد یا نه، چون اون ایمپیچ بشه منتظره خب
آفرین به شوخی گفت که همه زدن زیر خنده. بعد این مایک بنز دیروز یا اگه یادتون باشه هفته پیش خدمتتون گفتم که بسیاری از اونهایی که ممکنه علاقه ندارن نداشته باشن که آقای ترامپ ادامه بده به ریاست جمهوری، ولی از این بابا میترسن، میگن بابا حداقل هرچی هست ما ترامپ رو میشناسیم. این بابا که اصلا نتراشیده است، همین مایک پنس، چون گفتم که مایک پنس یه آدمی بود که اول الان هم همینطوره، میگه که من یک مسیحی و محافظه‌کارم و بعد جمهوری خواه، و از دوران دبیرستان و دانشگاه هم همیشه میگفته که من از طرف خدا مأموریت پیدا کردم که رئیس جمهور بشم. یعنی یه آدم خطرناکه بخوای ببینی همین مایک پنسه. ترامپ ممکنه زیاد خطرناک نباشه، چون ترامپ رو میتونی با یه شکلات حسابی راضیش کنی، چون ترامپ اهل بزنس و معامله و همه این کارا رو میکنه، صرفا ثروتش رو ببره بالا. چون یاد باشه آقای ترامپ در حقیقت اونجوری که فکر میکنه پول داره واقعا نداره، فقط با هوا زندگی میکنه و خیلی هم علاقمنده که فکر من میلیاردرم، چون اینو فورب مگزین یکی از سردبیران سابقش نوشته بود، گفت آقا وقتی اون موقع با ما تماس گرفت اصلا چند نفری دیگه با ما تماس گرفتن، اطلاعات ما روی اونها بود، بعدا معلوم شد که اونا همه مأموریتشون از خود ترامپ بوده. بله، یکی از اینا رو هم برد دادگاه و برنده نشد که گفت درباره به اصطلاح دارایی من این دروغ گفته. اونا گفتن خب شما بیا نشون بده، این نشون داده که شما نداری، حالا شما بیا نشون بده که داری و نداره. و شما خیلی درست گفتی در رابطه اینکه بعضی وقتا خود این یه خبرایی رو شایع میکنه، ولی فکر نمیکنم دیگه یه خبری مثل این رو شایع کنه که این اصلا صحبت شد دو سه روز پیش رفت بود مونتانا و اینا، نگاه کنید اونجا به تتپتو افتاده بود. یعنی دقیقاً البته که این کتاب با وودورد هم به هر حال یک چیز مهمیه، به خاطر اینکه ببین با وودورد یک روزنامه‌نگار جدیه و این بابا نمیاد در این سن سالی که الان هستش، چون با وودورد فکر میکنم 70 خورده سنش باشه دیگه آقای صاحبی، درسته؟ شاید هم بیشتر. الان میزنم بهتون میگم بفهم. این بام وودورد که صاحب چندین کتاب بستلره که معروفیت هم زمان نیکسون شروع شد، زر جریان واترگیت، ایشون آقای برنستین، به هر حال ایشون نمیاد یک حرفای دروغی الان بنویسه که در حقیقت تاریخ زندگیش که بلتاب کرده، معروف شده، کتاباش بستلر بوده، اینجوری خودشو خراب کنه و بازنشستهش کنه. اینو من بعید میدونم، چون ببین در این کتاب ایشون میگه که اولا چندین بار سعی کرده، چون آقای ترامپ گفتش که ببین این کتابی که تحت عنوان که نوشت، میگه که آقا من چندین بار سعی کردم با آقای ترامپ، چون آقای ترامپ توییت کرد که آقا شما کتاب میخواستی بنویسی، این کتابای خیلی باز میخوام تخمیرا واژه هایی که آقای ترامپ بکاریم بره، اقلا با من تماس میگرفته من اطلاعات بدمی دادم اینا چی، این همش چرتفته. گفت آقا من سعی کردم، حتی با آقای ترامپ هم که تلفنی تماس گرفته بود ضبط شده، من ترانسکریپتش هم تو خود واشنگتن پست خوندم، تو سی ان ان هم مطرح شد، حتی جاهای دیگه. میگه که من اولین بار سعی کردم، به خودی آقای ترامپ میگه تو این نوار، بله، از 6 طریق مختلف، از 6 نفر مختلف، که اولینش بله. همین خانم کلیان کانوی که دستیار نزدیک آقای ترامپ بودی، از نزدیکتر خود ترامپ میگه که این همیشه من دست هست، میگه آقا من نوشتم دادم رد شد قبول نکردم. حالا جالبه اینا رو ول میکنه، حالا این 6 تا میگه آقا من متوسل شدم به آقای گرام، یا سناتور گرامی که از یاران وفادار آقای ترامپ دیگه، محافظه کار مال سار کروینا. بعد خود آقای ترامپ از دهنش در رفت، باره یه بار تو جلسه به من گفت فقط یه بار مطرح کرده سناتور گرام، که نمیدونه هر روز بلندش بره سر این پیام آقای بابود بود. همون خانمم
همون موقع که این داشت باهاش تلفنی صحبت میکرد، گویا از اونجا داشت رد میشد، بهش گفت تو چرا به من نگفتی؟ گفت بهت گفتم. چیزی که هست این انقدر دروغ میگه ترامپ، که این آقای چیز اومده بود اینجا، چی اسمش، کلپره مال CIA بود و اینا، گفت که این دیگه برای ما نرمال شده و این خطر بزرگیه که یه نفر اینقدر دروغ بگه برای مردمش نرمال بشه. یعنی همون ماجرای چوپان دروغگو، گفت فردا اگه یه اتفاقی بیفته دیگه این هرچی بگه ما باور نمی‌کنیم. و اونم گفت که به نظر من این کسی که اینو نوشته باید بیاد جلو و خطر رو بگه، حتی اگه به قیمت شغلش تموم بشه. اینی که من میگم خانم نیکی هیلی، میدونید که نیکی هیلی از اون اول به این دربری میگفت، میگفت این روانیه، دیوانه است. بعدم وقتی با این شروع کرد کار کردن، خیلی ها تعجب کردن شما چرا شروع کردی. بعدم یه شایعی اومد که بله این با نیکی هیلی هم خابیده و حتی اومد خود خانم هیلی هم گفت این خیلی شایعه لوس و بی خودی بوده و اینها. و من یه مصاحبه ای رو دیدم از یه نفر که یکی از نزدیکان ترامپ، الان اسمش یادم نیست، و یه مدتی هم سرپرست بود، و اون وقتی صحبت میکرد هی میگفت شی. وقتی میگه شی، شما دو نفر هست، یکی هم خانمی که شما گفتی، اون کلین کان بله، یکی اونه، یکی هم این نیکی هیلی، اینا شی هستن، زن هستن. حالا باید صبر کنیم، من فکر کنم به احتمال زیاد چون اینا برنامه های رو گرفتن، به قول خودشون کامیشن کردن، دارن این نوشته ها رو میدن که این کامپیوتر پیدا کنه. میدونید شما از طرز نوشتن من، از طرز نوشتن شما، از طرز نوشتن دوستان، هر چقدرم بخوایم خط عوض کنیم، جمله عوض کنیم، بالاخره یه جایی وامیدیم و معلوم میشه دنبال اون هستن. آقای سوبین، من باید خدمت یه چیزی بگم. بگو. ببین این استدلالتون درسته، چون اولین کسی که بلافاصله بدو بدو اومد یک مقاله در واشنگتن پست نوشت که بگه من نیستم، همین نیکی هیلی. مقالهش هم دوستان میتونن تو واشنگتن پست بخونن، و حتی گذاشتن تو اون قسمتی که واشنگتن پست میدونی که مقاله هایی که می نویسن اونجا تقریبا در 200-300 روزنامه در سراسر امریکا چاپ میشه. من در چندین روزنامه خوندم همین نوشته خانم نیکی هیلی که منبعش مقاله بود که به قلم خودش در همون واشنگتن پست نوشته شده. این یه موضوع. موضوع دوم اینه که ممکنه اینها یک جریانی را بین خداشون دارن راه میندازن که اینو دکش کنن، بعد همین مایک پنس رو بیارن که اون برنامه خطرناک رو از طریق مایک پنس پیاده کنن. چون یادمون باشه آقای ترامپ و یاران اصلیش هیچ وقت علاقه ای ندارن در امور کشورهای دیگه شرکت کنن. اینها بزرگترین دغدغه فکریشون اینه که ما باید از سراسر دنیا سرباز یا هر چی داریم بکشیم بیاریم داخل، پولمونو بی خودی خرج نکنیم، هزینه کنیم فقط در حفظ و نگهداری امریکای سفید پوست ششمابی. گفت این برای ما یک فرهنگه، این برای ما یک کشوره، این برای ما یک تاریخ خواهد بود. یعنی میگفت از تاریخ ما نباید بیاییم بیرون، فاوندینگ فادر رو دارم. بنابراین این فقط میتونه از طریق نیکی هیلی ها و نمیدونم مایک پنس ها و اینا انجام بشه. این ممکنه درست باشه. الان ببین نگاه کنید در همین کتاب با وودورد که بخشاش اومده بود بیرون، من خوندم، فردا کتاب رسما چاپ میشه در امریکا. اونا هم که به باب وودورد صحبت کردن، اولا که بیشتر چون میدونید تو اون سخنرانی، تو اون صحبتی که شما اشاره کردید، اون ویدیویی که ضبط شده بود توسط همین باب وودورد با آقای ترامپ، اونجا که آقای ترامپ دیگه حرفی نداشت، چون تمام صحبتهایی که باب وودورد میگه آقا من تماس گرفتم اینجوری شد فلان شد، گفت ببین برحال الان اقتصاد من بهتر کردم، الان که اصلا ایشون بحث رو ول کرد، هی گفت we are doing just fine.
میده نشون میده که اونجا واقعا افتاده بود به تله و با وودورد، یعنی اعتبار با وودورد رفت بالا به خاطر اینکه اون بخش از صحبتایی که با آقای ترامپ ضبط کرده بود، البته با اجازه آقای ترامپ را دوستا فکر بله اون خیلی بلده، اون خیلی وارده میدونم. حالا نه تنها اون، بلکه ایشون یک دستیاری داره که اونایی که نوشته شده به صورت نوشته در میاره، یعنی اون دستیار هم یاده مستقله. ولی برگردیم اون صحبت دیگه شما. ببخشید ببخشید، اونایی که ضبط شده ایشون به صورت نوشته در میاره، آفرین، تمام اینها نواره. بله آفرین، که اونایی که وقت ندارن بشینن گوش کنن میتونن اونو از روی نوشته بخونن. من نوشته رو خوندم، اون صدا رو گوش کردم، دقیق هر چی شده بود همه رو این اونجوری نوشته بود. میگم سالها با این خانم کار میکنه، کارش پیاده کردن نوارهای آقای باوود بوده. حالا شما اشاره کردین به اون نوشته هایی که میخوام بدم به کامپیوتر. اتفاقا یکی از نویسنده های نیویورک تایمز داشت راجع به این صحبت میکرد در MSNBC. میگم معمولا در یه همچون شرایطی سردبیرهای نیویورک تایمز میشینن از داخل اون صحبت ها رو میکشن که به صورت یک ستون عقیدتی که بخوره. میدونی که ستون عقیدتی در نیویورک تایمز معمولا 700 تا 750 کلمه است که جز اون ستون قرار بگیره. بنابراین اونها این بخشش رو درست میکنن که حتی اونجا هم درج نشه. یعنی ببین تا اینقدر فکرشو کردن، چون میدونن که ترامپ آدمی هستش در این شرایط مثل ببر زخمیه، ول نمیکنه، حتی گفته من سوش میکنم فلان. البته این سابقه سو کردنش بس خیلی ها رو میخواسته سو کنه، ولی همش حد زده و ول کرده. نیویورک تایمز هم که قبلا سو کردی، هم کردن شما اشاره کردید، نیویورک تایمز وقتی اومد دپوزیشن بگیره در مورد مقدار پولش، ایشون حاضر نشد، بنابراین چیکار کرد؟ لاسون رو ول کرد. البته آقای مرتضوی فراموش نکنید که این خیلی ها رو تو همین سو کردن بدبخت کرده، چون اونا پول ندارن بیان پا به پای این، و اون یکی نویسنده شانس آورد نیویورک تایم براش وکیل گرفت و اونا پشتش وایستادن، و الا اگه پشتش وای نستادن این تنها گیرش می آورد، ببخشید ها، خونه و زندگی و شلوارش هم از پاش در می آورد. یعنی یه همچین آدمی هست. بله بفرمایید. نیویورک تایمز اومد، چون این نیویورک تایمز رو سو میکرد، تنها اون نویسنده نبود، نیویورک تایمز رو با هم. بعد اینا اومدن وکیلاشون میگن آقا ما میگیم تمام دارایی تو به صورت نقدینگی 155 میلیون دلار بیشتر نیست، اگر شما فکر میکنی بیش از اینه، خب بیا ورقای مالیاتی رو بیار بذار که توسط همین حسابدارای خود دادگاه بررسی بشه. این دید که نه خیلی ریسک داره، چون اطلاع نمیخواد بده دیگه. بعد اون موقع مجبور شد لاسوش رو بکنه. یعنی نیویورک تایم برد در همون دپوزیشن اول، یعنی حتی نکشید به دادگاه، یعنی این شکلی شد. حالا برگردم آقای سوری، یه مطلبی که خدمتتون بگم در همین رابطه، با تمام این تفاصیل، با تمام این صحبتهایی که گفته شده، طرفداران آقای ترامپ هنوز از ایشون حمایت میکنن، در صداش اصلا فرقی نکرده. بنابراین در حال حاضر آقای ترامپ همون طرفدارا رو داره در میان افراد خودش که قبلا داشت، بنابراین برای آقای ترامپ فرقی نکرده. ببخشید شما گفتید در صداش یا صداش فرق نکرده؟ در صداش. اجازه بدین برای دوستان بگم، درصد این آماریه که میگیرن که امروز چند نفر خب ببین آقای مرتضوی، این گفت من اگه برم تو خیابون فیفت اونیو و اسلحه در بیارم یه کسی رو شوت کنم، اونی که منو قبول داره حقیقتا میشه گفت اینا مثل طرفدارای شاه هستن. شما میگی شاه بی سواد بود، میگن خب حالا عیب نداره، میگی شاه اینجوری بود، میگه حالا اب نداره، دو تا ناخونم کشیده، میگی نمیدونم آدم کش، میگه حالا اب نداره، چهار تا آدم کش. یعنی اینا اون طبقه هستن و بله اینو مثل امامزاده میپرستن و خطرناک شده. الان اگه یه اتفاقی بیفته برای این، حتی اگه به مرگ طبیعی شب به خواب صبح بلند نشه، اینجا ممکنه یه چیزی مثل جنگ به اصطلاح چیز داشته باشیم، اون سیویل وار، اون جنگ های داخلی. بله بفرمایید. ببین آقای ترامپ
این سوزن آدم نگران و وسواسه. در دوران انتخابات هر جا که می رفته ایشون به طور تقریبا بدون اطلاع قبلی این همه نهارفهار هم براش تهیه می کردن، دستیارانشو برمی داشت، یواشکی می رفت مکدونالد اونجا می خورد و دلیلش هم می ترسه و به همین خاطر از هر کسی چیزی نمی گیره. بنابراین ترس داره، حتی ترسش در دوران انتخابات هم بود، چون میترسه که یادتون باشه تو اون کتاب آقای وولف Fire and Fury، آتش و خشم، اونجا نوشته بود که آقای ترامپ معتقده که ممکنه ایشون رو با زهر بکشن و به همین خاطر سراغ غذاهایی میده که هیچکی نمیدونه و یکی از اینها همیشه مکدونالد بوده، چون میدونه که مکدونالد غذاهای دست نخورده از کمپانی میاد و اون میره میگیره، فرقی نمی کنه بخوره، سالم نیست ولی نمی کشده. بنابراین آقای ترامپ این فکرم داره، ولی در میان طرفداراش که من صحبت کردم این بار تعدادشون خیلی کمه تو مساجد، ولی اونایی که هستن آدم میبینه تو کافی شاپ این ور اون ور، میگه ببین اینا همه توته است. میگم آخه چه توته؟ گفت به خاطر اینکه اینها هرگز یک همچون رئیس جمهوری نداشتن در کاخ سفید که آقای خودش باشه. تمام رئیس جمهورها سرسپرده بودن، سرسپرده همین کمپانی ها و شرکت ها، ولی ایشون اومده داره کارهایی میکنه برخلاف آقای دینا و به همین خاطر میگم من بار دوباره به این رأی میدم. یعنی ببین این میترسم، ببین آدم من آدم خوششانس، یعنی بهت بگم بله، ببین از نظر بازار سهام اینا که الان در بالاترین، یعنی در صورتی که امریکا تا خرخره قرضه، آقای ترامپ الان مالیات ها رو کم کرده در صورتی که باید مالیات رو ببره بالا تا قرض دولت رو بده، این اومده از میلیاردرها مالیات هم کم کرده با این امید میگه اینا مالیاتشون کم باشه شرکت ها رو میارن بعد کارآفرینی میکنن. خب الان دو ساله کدوم شرکت او آورده کارآفرینی کرده؟ بعد میگن که الان فشار آورده به اپل، میگه ببین الان تو میخوای با حرفها، یادتون باشه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، اومده میگه که به اپل میگه که شما اگر جنسات رو توی امریکا بسازی دیگه نگران این عوارض و تعرفه و اینا نیستی تو که از چین میخوای بیاری، شما اینجا بساز، بنابراین بذار کارگری امریکایی کار کنه. آیا اپل به حرف این گوش میکنه؟ تا الان که گوش نکرده، همش حرف بوده. نه آخه جوابشو دادن، گفتن ما مثل قدیم یه محصول نمیسازیم، این محصولای ما از چند تا کشور مختلف میاد. همین الان که من و شما صحبت میکنیم فورد به خاطر همین تعرفه ها که روی پارت و وسایل باید بیاد اینجا 25% اضافتر، یه سری از خط تولیدیشو نزدیک 7 بیلیون دلار گفت میبرم از آمریکا. یعنی تا دیروز همون طرفداران ترامپ میگفتن ما سوار موتورسیکلت هارلی دیویدسون میشیم و پیکاپ تراک فورد رانندگی میکنیم، الان دو تا چی که سمبل آمریکاست، یکی پیکاپ تراک فورد، یکی موتورسیکلت هارلی دیویدسون، اینا یواش از زیر پای ترامپ کشیدن این قالی رو و ترامپ مونده و حوزش. یعنی اون چیزی که شما گفتی این آمد مالیات رو از پولدارا کم کرد، این تنها نقطه ای شده که اونا باز هواشو دارن و میگن خب حالا ما فعلا وای میستیم ببینیم چی میشه. ولی تمام اوباما گفت، اون آقای اکسل که مشاورش بود الان برنامه داره، بله، اونم اومد گفت که مردم توجه کنید 2008 وقتی اوباما اومد و پشت اون رکود اقتصادی و تقریبا ورشکستگی جورج بوش اینو بیلد اپ کرد، یواش یواش آورد بالا، بانک‌ها رو نذاش فرو بریزن، این حرکت امروز ترامپ هنوز دنباله اون حرکته. اینی که میگه من اینقدر جاب درست کردم، این دنباله اونی که از 8 سال پیش، 4 سال پیش، 6 سال پیش بوده و الا از 2 سال پیش تا حالا، کمتر از 2 سال پیش تا حالا چه کاری انجام شده جز اینکه به کشاورزا ضرر زد، به اینایی که تولیدات به اصطلاح شیر و گاو پنیر و اینا دارن ضرر زد، به فورد و به هارلی دیویدسون و اینها ضرر زد و اونورم اپل و اینا هم که اصلا اینو
به اصطلاح قابل نمیدونن که بیان باهاش صحبت کنن، چون میگن این نمیفهمه، میگن اصلا درک نمیکنه که دیگه گذشت اون مسئله یه دهکده کوچک، گذشت و الان جهان شده یه دهکده‌ای که اگه میخوای بله تو میتونی اونجوری بشینی روش حساب کنی و تصمیم بگیری، و اونم اونایی که وارد هستن نظر بدن. این شرکت ساختمونی باباد نیست که بیای آتلانتیک سیتی تاج محل را بندازی، پول کانترکتورها رو بخوری، یه مدتی هم این باز باشه، پول خودت بکشی بیرون، پولی که نداشتی بکشی بیرون، اعلام ورشکستگی کنی. این اینجوری نمیشه. من ساکت میشم، شما بفهم. دقیقاً. اتفاقا خودش هم یه جوابی داد که ما ایرانی ها یک کمی با این جواب آشنا هستیم. در همون مناظره که با خانم کلینتون انجام داد، خانم کلینتون گفتش که خب ایشون که ادعا میکنین همه موفقه و بزنس و فلان، آدم موفق که نمیاد 5-6 بار تا الان ورشکستگی اعلام کرده، این یه بار ورشکست میتونه بشه، دو بار دیگه بار سه بار. گفتش که من ورشکستگیم رو زرنگیمه، من برابر قانون هر چی که برای من بوده برابر قانون عمل کردم، این یه زرنگیه، یه هوشمندی منه در بزنس، شما نمیتونید، این مشکل شماست. بله دقیقا. گفت که من از لوپ هول های استفاده کردم. لوپ هول میشه بگین کلک های قانونی که همه اینجا میزنن، همون چیزی که گفتم، خیلی از پولدارای دنیا میان اینجا پولشونو میزنن تو بانک، ولی به اسم خودش نمیذاره، به اسم شرکت میذاره، و اینم این کارا رو کرده. 6 بار به اصطلاح شرکتاش ورشکست شدن، خودش هنوز یک بارم ورشکستگی اعلام نکرده، ولی همینه. و این قسمتش هم راست گفت به کلینتون، گفت شما سناتور بودی، شوهر تو رئیس جمهور بوده، چرا شما تو این 30 سالی که من اینجوری این کارا رو کردم قوانینی نذاشتی که جلو افرادی مثل من گرفته بشه؟ این رو هم گفت. بله درستان، ممنونم آقای مرتضوی. بازم اگه صحبتی دارید بفرمایید، من ساکت میشم. خواهش میکنم. ببین ترامپ الان، ببین ترامپ علاقه بسیار زیادی به پابلیسیتی داره، یعنی یه سر و صدایی همیشه، ایشون از اونایی هستش که میخواد یه بمبی بندازه، بعد هر چقدر مثلا توش سنگی پرت میکنه تو آب سپلش میکنه. این علاقه به این کارا داره، از اول داشته، تو همین خط بوده، تو همین خط بزرگ شده، الان به اینجا رسیده، و الان هم دوربرش این پابلیسیتی ها همه منتظرن که ببینن که ایشون در توییتر چی میگه. اولین بار شده که تمام سیاست های کشور توسط رئیس جمهور در توییت مطرح میشه. تمام خبرنگارها الان بیش از چنم 45 میلیون 48 میلیون فالوور داره. بله. قشنگ. و بگذاریم ها، ببین آقای اوباما نزدیک 100 میلیون فالوور داره، ولی هیچ سر و صدایی نمیشنویم. ایشون 47-8 داره و با توییتراش همه جا اینو زنده نگه می‌داره، چون یه توییتی میکنه. و این نگیم تو این کتابی که با وودورد نوشته که ایشون در جلسه دستور میده که آقا این بشار اسد کیه، یه آدم عوضی، اینو حتما برید ترول کنید. بعد وزیر دفاع میگه باشه، ترتیبشو میدم، نگران نباش. بعد از جلسه میاد بیرون، مثلا میگه بابا این آدم واقعا دیوونه، اصلا حالیش نیست، مگه میشه هم چیزی انجام داد، میدونی؟ بعد نادیده میگیره، ولی تو اون جلسه میگه آره ببینم چیکار میتونم بکنم. حتی اینا نگران بودن که مثلا این یه توییتی بکنه که آقا ما از هفته آینده کره شمالی رو بمباران میکنیم. یعنی این حرفای هوایی اینا را، اینایی که دور و برش هستن، تونستن منیج کنن و جوری منیج کنن که ایشون هنوز به اینکه من حرف آخر میزنن. یعنی ببینید قانونن ایشون حرف آخر رو میزنه و میتونه بزنه، ولی الان آدمایی که دور برش جمع شده آدمای خطرناکتر از خودشن. مثلا بولتون یکی از اون خطر، باز اقلا آقای کلی رئیس دفتر کاخ سفید که میگه این واقعا یه آدم احمقیه، خود آقای ماتیس وزیر دفاع میگه والا مغز ایشون به اندازه همون 5-6 کلاس ابتدایی بچه ها بیشتر نیست، این با یه همچون آدمی طرفه. حالا طرفدارای آقای ترامپ میگه نه اینا همش دروغ این حرفا، چون اگر اینها اینجوری فکر میکنن چرا براش کار میکنن، میتونن استعفا بدن. ولی
بعضی از افرادی که ناسیونالیستن خب به سیاست های امریکا یه مقدار واردترن، میگه اینها آدم های وطن پرستی هن. به خاطر عشق علاقه به امریکا اونجا کار میکنن که ایشون رو بتونن منیج کنن، مدیریت کنن. میدونی این بیشتر معنی میده تا اینکه اونا بگن خب اگه دوست ندارن من استعفا بدم برن دنبال کارشون. بنابراین یه سری آدمایی هستن که در حقیقت تو اون سیاست هستن که بتونن کشور در مقابل دشمنان خارجی یعنی در سطح جهان هنوز بتونن اون مدیریت رو حفظ بکنن. حالا رئیس جمهور هر کی میخواد باشه، چون یک آقای کتاب نوشته بود در همین دانشگاه تاس، فکر کنم اسمش بود دکتر مکنز اگه اشتباه نکنم، دو سال پیش این کتاب بسترم شد. اون گفته بود که اصلا امریکا همینطوریه، ما به هر کسی رأی میدیم اون تصمیم نمیگیره، تصمیم رو دیگران میگیرن. حالا این استاد دانشگاه تافس در همین باستون فقط دانشگاهی نیست، ایشون قبلا مشاور ارشد در وزارت خارجه بوده، مشاور ارشد در کنگره بوده، یعنی از ساختارهای فکری و تصمیم گیری دایره قدرت با خبره. اومد این کتاب نوشت بعد از اینکه از اون پست اومد و در دانشگاه تافس تدریس میکنه. یعنی منظور من از گفتن همه اینها، یه سری افراد هستن دوربر آقای ترامپ که ایشون رو منیج میکنن، میگن حالا ایشون داره اینجوری حال میکنه، بذار حالشو بکنه، همینقدر حرف بزنه اقدامش دست ما باشه. ولی افرادی مثل بولتون و اینا جمع شدن میخوان سوء استفاده کنن. یاد باشه بولتون رو هرگز کسی در گذشته توی همچه مقامی نداشته، چون بولتون هی میگن که آقا سفیر سابق امریکا در سازمان ملل متحد، تو رادیو تلویزیون امریکایی من میشنوم، میگم بابا جون من ایشون حتی سفیر بودنش در سازمان ملل برابر قوانین کنگره نشد، چون آقای بوش اومد اینو معرفی بکنه سنا رد کرد و اون موقع سنا رفت تو تعطیلات. آقای بوش از یه قانون استفاده کرد، گفتش که در دوران جنگ رئیس جمهور میتونه یکی رو انتخاب کنه تا جلسه بعدی کنگره. خب ایشون رو به طور موقت گذاشت در سازمان ملل، نمیدونم چند ماه، سه چهار ماه اونجا بودم، چهار ماه یا پنج ماه. بعد که دیگه اون دوران گذشت و کنگره برگشت، دوباره باید میومد کانفرمیشن بگیره دیگه، چون سفیر امریکا در سازمان ملل جز کابینه است، احتیاج به کانفرمیشن چیز داره، سنا داره. بعد سنا اومد گفت آقا ما اینا رد کردیم، الان هم رد میکنیم، این آدم نارامیه، در صورت که فعلاشون هم جمهوری‌خواه بودن دیگه. بعد چی شد؟ ایشون رو مجبور شد برداره یکی رو بذاره. گفتم بابا جون اون موقع هم سفیر بودنش هم همینطوری علکی بود، آقای بوش یه حالی بهش داد، حالا این اومده اینجا داره یه کارایی میکنه به عنوان مشاور. حالا جالبی که آقای سربی شما اشاره کردید به سلطنت طلبا، شما میخواستی یه چیزی بگی، بگی تا من این چیز سلطنت طلبا هم خدمت میگم. اتفاقا در همین رابطه میخواستم از شما سوال کنم، چون نزدیک به نیویورک هستی، از شما دعوت نشده که بری نیویورک؟ دو تا برنامه گذاشتن، مجاهدین از بس خودشون دیگه خجالت میکشن و شرمنده هستن، حتی از اسم خودشون استفاده نمیکنن، و دیدم که تلویزیونای لس آنجلسی بعضی هاشون پول بهشون دادن و اونا تبلیغ میکنن و به مردم دروغ میگن که بیاین تظاهرات کنیم، روحانی داره میاد و اینها، و نمیگن که این پشتش مجاهدین هست و مجاهدین هر سال این کارو میکنن، کامیونیا رو اجاره میکنن وسط خیابون، تبلیغاتی رو میندازن و هر سال هم میگن آخرین سال. از شما دعوت نشده که برید نیویورک و توی این به اصطلاح تظاهرات شرکت کنید؟ چرا، من گفتم که باید پول اتوبوس منو بفرستین، گفتن نه اگه میتونی خودت باشی. خود خانم مری با این همه که اینا خیلی پول خرج میکنن، عربستان سعودی هم پولی کلانی به اینا میده، عربستان سعودی فقط تنها به آقای نوریزاده و میبوده اینا نمیده، پولی کلانی هم به این مجاهدا میده، هی هر سال خرج میکنن. ببین در این مدت حالا امریکایی ها بعض موقع ها تصمیم های پشت پردهشون هم واقعا خیلی جالبه. الان خانم رجبی 20 سال مرتب التماس میکنه، لهله میزنه یه ویزای یه هفته برای امریکا بگیره، هرگز موافقت نشده. باورت میشه؟
من تو برنامه گفتم، گفتم من اگه جای این بودم ویزام بهم میدادن نمیمدم، چون میدونید که اینا مثلا کی بود اون مال آرژانتین بود کی بود، بعضی ها رو میان اینجا یه دفعه اینجا میگیره طرفو، یعنی اینا پیرو هیچ قانون بین المللی نیستن. گفتم یه دفعه میبینی تا اومد اینجا اعلام میکنه که مجاهدین برگشتن توی لیست تروریستا، خب یا علی مدد اون رجوی مرحومه مفقوده، این یکی که معلومه فعلا بگیریم تا اونم پیداش بشه. یعنی این اومدن اینجا این روزا که دیگه با اینترنت و اینا احتیاجی نیست، همه برنامه رو میتونن زنده پخش کنن، به نظر من یه اشتباه بزرگ از طرف سازمان مجاهدینه. ولی هیچ بعید نیست که با فعالیتایی که میکنن، دفتری که تو کی استریت گرفتن این آقای جعفرزاده که اینجا اینقدر چلو کباب میده به این آمریکایی‌ها، هیچ بعید نیست که کار ویزاش هم درست بشه و بیاد اینجا. آره، تا الان که من خبر دارم وزارت خارجه، وزارت خارجه یه سری پرونده‌هایی داره ممکنه برابر سیاست پابلیکش نکنن، ولی در تصمیم گیری اونها همیشه شرکت میکنن، چون کسی که میخواد ویزا رو صادر بکنه حتما از وزارت خارجه، برای یه همچون آدمی که معلوم الحال گذشتهش اینا تا الان همین لحله میزنه ها 20 ساله که میخواد فقط برای یه هفته بیاد اینجا وایسی بگه من اومدم اینجا، هنوز ویزا بهش ندادن. نشون میده که یه سری سیاست های هستش که واقعا یعنی این همه هم خرج کردن، میدونی دیگه از جولیانی گرفته. آقا این که خیلی ساده است، الان که رجوی مفقود شده، اون آقای عرب هم گفت مرحوم رجوی، یکی از این دوستان بلند شه بره به عنوان نامزد به عنوان ازدواج برش داره بیاد دیگه، بازم نمیشه به خاطرش که اگه وقتی اون کاغذاتیز میشه سوالا کیم دیگه اسمیله. آقای مرتضی خیلی خوشحالم که من و شما تونستیم مسائل دنیا، ایران، جهان را حل کنیم، حتما فردای بهتر در انتظارمونه. من سعی میکنم هفته آینده اگه قرار تصویر نداشته باشیم با همون تلفن با شما تماس بگیرم که آسونتر باشه برای شما، و بازم ممنونم. آقای سوویزن من اون تلفن آدیونا چنده؟ تلفن آدیونا تو گفتی آدیونا داری پخش میشی؟ آها آدیونا شمارش هست 605 475 58 83. ضمناً این آدیو ناو مثل که فروختن و زینو خریدتشون، زی ای او. آره آره درسته، زینو رادیو. پس 208 83. نه 605. نه 605 گفتی، 475 هم گفتی، 28 83 درسته؟ 58 83. آه 58 83. بذار به انگلیسی برات بخونم. میتونستی پیکان بگیری با یک دلار. آقا اینو فکر کنم توپق زد، اشتباه کرد. نه 100 بار اینو گفتم. آره من دوم بشه، من ضبطش هم دارم. من گفتم این چی، ببین اینا خب مسن هستن و بعضی وقتا این اشتباه پیش میاد. اتفاقا من امروز درباره میبودی صحبت کردم که گفت که از همین امروز قرار شده از آقای رضا پهلوی و زنش و سه تا دخترش نگهداری کنن و این خیلی مهمه، دولت آمریکا از اینا نگهداری میکنه. اولا دولت آمریکا بعضی وقتا از قاچاقچیایی که میان همدیگر رو لو میدن، از خیلی آدمای نابکار هم به اصطلاح مراقبت میکنه، ولی این که گفت که مای 7 میلیون دلار خرج دولت آمریکا میشه، من نمیدونم اینا بعد از 40 سال حالا تازه به فکر افتادن که رضا پهلوی رو یک کمی علم کنن. آقا رضا پهلوی خودش کننده این کار نیست، دعوت میکنه از این و اون 20 نفر 30 نفر بیشتر نمیان. ولی متاسفانه میگم آقای میبودی، من اینو شنیدم، دوستم برید حتما اگه آقای چیزم بتونه این ویدیو رو بفرسته من میذارم اینجا، که گفت با 1 دلار میشد پیکان خرید. من گفتم این چی میگه، تو اسباب بازی رفته 1 دلار داده پیکان خریده، یا شاید به اینا میدادن آقای مرتضوی با 1 دلار؟ شاید. آخه ببین میگه 15000 تومان بود پیکان اون موقع. خب حالا جالبی که آقای اگر اون 15000 تومان لابون سری اول بود، آخرین باری که من ایران ترک کردم 1976، خب بله
اون موقع یادم میاد پیکان 38,000 تومان بود. حالا شاید شما بهتر از من میدونید، چون شاید اون سرای اولی که اومد مثلا سال 1350 یا اون موقع ممکنه 15,000 تومان باشه، ولی اون موقع که اگر 15,000 تومان بود که آقای میبودی میگن حتما شاید بدونن، همون موقع یک کارگر شهرداری که من 100% خبر دارم، آقای سوربی، روزی 8 تومن حقوقش بود، 8 تا تک تومنی. آقا بنده دبیر بودم، حقوقم 4,000 تومن نمیشد، دبیر بودم، مجبور شدم برم یه هیلمن کونه اول بخرم که تازه بانک نمیدونم داریوش و فلان اینام به ما لون و وام نداد. وقت اون موقع نقل مثلا 40,000-50,000 تومان من یه هیلمن دست دوم دو در یه همچین چیزی خریدم. و اینا بعض وقتا ارقام و اینا رو اشتباه میگن، ولی انقدر بزرگ منشی ندارن که بیان بگن ما تو فلان برنامه اشتباه کردیم، از شما عذر میخوام. ولی من پیکان تا اونجایی که یادمه اولین سالش آقای مهندس خورسندی معلم ما بود خرید، پیکان کار خرید 12,000 تومان که میگفت دوست داشتم پیکان دلوکس بخرم ولی پول نداشتم. بعد خودشم میگفت که من معلم، حالا مهندس بود، مهندس تو هنرستان، میگفت من معلم باید برم پیکان کار بخرم ولی دولت ما پیکان جوانان رو میفرسته کشورهای عربی به قیمت 11,000 تومان یا 13,000 تومان. یعنی اونم اون موقع گله میکرد که مملکت ما که پیکان اینجوریه و باید نوبتی باشیم و فلان اینا، چرا اونجا دارن اینو میدن؟ که این یه چیزایی که تو سیاست باید باشه، یه چیزی رو اینجا ارزون تر. حساب چه سالی بودین پیکان خریده بود 12,000 تومان؟ حالا بهتون بگم، من میتونم بگم که 9 سال 10 سال 15 سال 15 سال 50 35، همون سال 50 که شما گفتید 1350 پیکان کار 12,000 تومان بود. بعد اون آقای استاد شما چقدر حقوق میگرفت؟ آقای خورسندی احتمالاً همون اونم 3-4-5 تا میگیره، ولی اینا بزازی داشتن. اینا بزازی داشتن، میگفتن هم کلیمی هستن، ولی اون موقع کسی کاری نداشت. آقای خورسندی اتفاقا اون باعث شد که من معلم بشم، چون آدم تنبلی بود، سر کلاس مینشست حساب کتاب بزازی داداش رو چیز کرد و چون دید من رسم فنی بلدم به من گفت تو درس بده. من از کلاس دهم شروع کردم درس دادن. بعدش هم ناظم مدرسه آقای حاج معلم برای بچهش معلم خصوصی میخواست، اینا اینقدر به اصطلاح خسیس بودن که پول نمیدادن، منو فرستادن پسرم با موتورسیکلت منو زد زمین، گفتم من دیگه نمیام به این درس بدم. ولی آقای خورسندی مهندس، اسمش کوچیکش یادم نیست، خورسندی که برادراش هم سر سرای پهلوی بزازی داشتن، پارچه فروشی، یعنی اگرم اون موقع تونسته بود این ماشین رو بخره، فکر نمی‌کنم به خاطر معلم بودنش بود، به خاطر بزاز بودنش بود که تونسته. دقیقاً بیزنس داشته. بزنن آقای سوربی، شما صحبتش آقای همایون، شهر همایون کردید، دید که رفیق قدیمی شما هفته یه روز اینجا برنامه داره، آقای دکتر هوشنگ امیرحمدی. و جالبه که هوشنگ امیرحمدی میگفت ایران در آقای ترامپ از طریق ایشون چند تا پیام فرستاده در سازمان ملل پارسال که با آقای روحانی ملاقات کنه، میگفت ایران قبول نکرد. ایشون هم تایید کرد که اتفاقا با آقای امیرحمدی قرار است مصاحبه کنم و آقای امیرحمدی توی یکی از نوشته‌هاش نوشته بود تا 3-4 ماه دیگه ترامپ با ایران صحبت میکنه. روحانی هم چند روز پیش گفت که باز هر روز ما از ادمینستریشن ترامپ پیام میگیریم که بیاین صحبت کنید و اینها. این به نظر من بد نیست، ولی یادتون باشه همون کره شمالی هم که رفت، با وجودی که میگیم هیچ چیزی اتفاق نیفتاد، رژه جدید کره شمالی رو شما نگاه کنید دیگه، از اون توپ و تانک. من همین رو می‌خواستم بگم. من اتفاقا فکر میکنم هر کسی در ایران به دولت ایران ادوایز میده اشتباه نمی‌کنه، حتما باید ملاقات کنه. آقا ملاقات کن، حرفاتو بزن دیگه، احتیاج نیست که هرچی اون میگه قبول میکنید، ولی حرفای پراکنده این برانبر چرا میزنید؟ ایشون درخواست کرده، میگه آقا بیا ملاقات کنیم، میگه آقا من باید ملاقات میکنم، همونجا جلوش وایستا حرفاتو بزن. اونم الان دیدیم که آقای ترامپ میخواسته اونا رو پودر کنه، نورکره شمالی را،
دیدی که رفت از اینجا تا سنگاپور میده چقدر راهه، در صورتی که خود اون پسره که جوونه میتونست خیلی نزدیکتر هم بیاد، ولی چون از پرواز میترسه میگه من اینقدر بیشتر میتونم پرواز کنم. یعنی منظورم این که آقای ترامپ الحق و نصف رفت باش ملاقات کرد. آقای روحانی که میاد تو نیویورک اگه خواست من تعجب میکنم بیاد ملاقات کنه، میگه آقا ما قرارداد بستیم به این خاطر به این خاطر، شما باید اون احترام بذارید تو ملاقات یا آریه یا نه. به نظر من اشتباه میکنه، نباید ما باش ملاقات نمیکنم، هی پیام می مثل ایرانی دیگه، آقا اون التماس میکنه من نمیخوام. به نظر من در دیپلماسی اون اصلا کار احمقانه ایه. ایران باید قبول کنه. امیر احمدی هم همینه گفت، گفت من پیامو بردم در سازمان ملل قبول نکردم. حالا نمیدونم آقای امیر احمدی میخواست خودش رو بیشتر مطرح کنه اینجوریه یا به چیز ترامپ نزدیکه، ولی به هر حال هر کسی که ادوایز میده به دولت ایران که آقا باش ملاقات نکنین اشتباهه. آقا ملاقات کن، یه حالی هم بهش بده، اون بدبخت مردم ایران بذار تحریم بیشتری قبول نکنن. فکر نمی کنید خود خامنه ای میگه ملاقات نکنین؟ من فکر میگم ادوایز هایی که دریافت میکنه چون دور بر میگه مشاور در ایران آقا خیلی زیاده. من ممنونم. مسائل منافع خصوصی رو در نظر میگیرن نه منافع ملی را، همینطوری که در واشنگتن ایده هم که ادوایز میدن به نظر مثلا معنی نداره. آقا برو بهش ملاقات کن، بگو آقا این حرفایی که زدی چرته، ما قبول نمی کنیم. تو ملاقات بهش بگو رسما جلوی مردم، جلوی آدم، جلوی دیگه، از این خالبانجی اصلا به درد نمیخوری که شما اون جر بده بکش علکی. دقیقا بذار مردم دنیا قضاوت کنن. مرسی آقای مرتضوی، ممنونم ازت، امید دیدارت. هر دوستانم میخوام بدونم در فیسبوک آقای سروی ببینم نظر دوستا چیه در این مورد. بله ممنون میشم اگه دوستان بنویسن شما پاسخ بدید. بله اون تلفنی هم که شما گفتی بهش میگن call to listen، اول با آدیو ناو شروع شد ولی آدیو ناو الان فروخته به زینو رفته. اینام همون ماجرای جی ال ویزه، کار کردن خر خوردن یابو. ما برنامه درست میکنیم میذاریم، اونا هی به هم میفروشن میرن. 605 ایریا کدش هست 475 58 83. قبلا شماره انگلستان هم داشتیم ولی چون از انگلستان خیلی زنگ نزدن اون شماره رو ما دیگه قطع کردیم و نگه نداشتیم. مرسی که با ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما هم همینطور. برای دوستانی که واقعا حوصله خرج دادن، حرفای ما رو گوش کردن، صمیمانه سپاسگزارم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. جمعه یکی دو تا مژده دارم، حتما برنامه رو نگاه کن یا گوش کن. حتما. مرسی عزیزم. خداحافظ. خدا نگهدار، به امید دیدار. دوستان عزیز با آقای جلیل مرتضوی بودیم در حین برنامه. فیسبوک ایشون رو دیدید، خیلی ساده همون جوری که میگید جلیل مرتضوی، حتی دی جی ننوشته برای جی، جلیل مرتضوی جی ای. بذارید نشونتون بدم یه بار دیگه، پلیر 4 اینجا. بله جی ای ال آی ال فاصله فامیلیشون هست مرتضوی، M O R T A Z A V I. خب آقای ما اینجا اگه بخوام یه دروغم بگیم دوستان مچمون رو میگیرن. آقای خوشنودی همشهری ما نوشته که مغازه خورسندی ها هنوز هم در شیراز هست و نوشته پیکان جوانان از 54 فکر کنم اومده، دقیقا نمیدونم. اون ماجرای 12,000 تومان و پیکان کار من حتی یادمه، یه پیکان سفید کار خریده بود، همیشه هم اون دم هنرستان اونجا پارک میکرد جلوی بابای مدرسه که کسی خط اومد نکشه روش. ولی درباره اینکه ماشینا رو ارزون میدادن به عربستان حقیقتا یادم نمیاد چه سالی بود، همون موقعی بود که این آقای خورسندی اون ماشین رو خریده بود یا بعدن بود. حالا شما برای 3-4 سال با دوست دعوا نکن. اینم از این. دوستان عزیز اجازه بدید که آهان این ماجرای تخریب بهایان اینجا نوشتم، بعد خانم نایر نوشته بود که بعدن براشون هم خیلی محفل بهتری ساختن. یعنی واقعا وقتی اینا میخوان خاک رو کثافت کاری های شاه و دوره شاه بکنن، هر چیزی رو که بگید اینا موجه میکنن، یعنی واقعا میمونه آدم توش و دیگه میگه خب من دیگه صحبت نمیکنه، حالا هر جوری که میخواین حساب کنین. این از بریم یکم این ایمیل و اینا رو گفتم نگاه کنیم امروز هم اگه بشه به جای
120 دقیقه 150 دقیقه وقت داشته باشیم، ولی من میخوام این ماجرای ماسمالی رو، چون برای به پتی قول دادم، گفتم که ماجراش میدونی، اگه نمیدونی من اینجا بنویسم. گفت که من ماسمالی نکردم، ولی تو ماجرا رو بگو ببینم میتونم پیداش کنم. وقتی ایمیل ها میاد میگم خب اینو میذارم تا پس فردا، وقتی میاد میبینم 30 تا 40 تای دیگه اومده، دیگه بنده خدا اون مهدسیان رفته اون پایین. ایشون نوشته توی یکی از ایمیلاش، کاکا جون کله سحرت بخیر، به دو صفحه از نوشته آقای امیرحسین لادن توجه نمایید تا متوجه دوگانگی آقایان حائری زاده و حسین مکی در دوران مصدق باشید. صفحه 290 بند اول، امضا کنندگان زیر پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ملی شود، حائری زاده، مکی، اللهیار صالح، شایگان، مصدق. صفحه 295 بند ماقبل آخر، با همکاری حائری زاده، مکی، کاشانی، مکی و امامی به خائنان و خلافکاران ضد دولت مصدق اجازه دهند برای فرار از قانون در مجلس شورا متحسن شوند. ضمن تشکر از آقای لادن، ای کاش ایشان در فصلی جداگانه اشتباهات افراد را به رشته تحریر در می آوردند تا آگاهی ملت بیشتر گردد. جمعه با آقای امیر حسین لادن هستیم. اتفاقا آقای امیر حسین لادن نوشتن که این پیشنهاد خوبیه و میدونید کتابا بعض وقتا چاپای جدید یه چیزایی بهش اضافه میشه، به غیر از بعضی چیزا تصحیح میشه، بعضی چیزا هم اضافه میشه. در این مورد با آقای لادن صحبت میکنم و پس چهارشنبه قرار است با یه نفر از ایران مصاحبه کنیم، یه آدم جوانه، اگه بتونیم وسایل جور بشه. جمعه یه مژده براتون داشتم، حالا میشه دو تا مژده که به صورت سورپرایز یا سورپریز یا مژده نگه میداریم تا جمعه بهتون بگیم و ببینیم که آها، یه تقصیر مهدسیان اینه که توی سابجکت نمینویسه، من هی باید ایمیل های قبلی رو باز کنم تا پیداش کنم، ولی حالا این چون دو تا عکس توشه تونستم پیداش کنم. این دیوار رو شما ببینید، اجازه بدید من عکس دیوار رو بهتون نشون بدم. یادتونه که یه خونه ای ایشون فرستاد عکس شما نشون دادیم، گفتیم آقا این چیه، جنگ زده خرمشهر کجاست؟ گفت تو یه چند ماه به من وقت بده، من اینو درستش میکنم. توی این نوشته که چند مدت گذشت، حالا به اصطلاح اینقدر روز دیگه مونده. خوشنودی هم نوشته ماسمالی بربود هست به دوره رضاشاه که در عروسی ولیعت مهمانان مصری می اومدن و میخواستن تمام مسیر قطار رو سفید کنن و در جاهایی که به دلیل کمبود رنگ و وقت از ماست برای سفید کردن در دیوارها استفاده کردن. کاملا درست میگی و ما این همه پرده میزنیم اینجا، تعزیه را میندازیم، میخوایم برای مردم معرکه بگیریم، این خوشنودی از را میرسه و همه رو باطل میکنه، شده مرشد. ما اینجا نقش بچه مرشد بازی میکنیم و این با وجود که سنش اندازه بچه منه، پسر منه، نقش مرشد رو بازی میکنه. بله کاملا درست گفتی. این عکس ببینید، شهردار نیومده این دیوار و اینا رو ترتمیز کنه و مرتب کنه، این خود پتیک وایساده داره رنگ میزنه و خب از این بروس و مغلویس وقتا میگفتن، ولی مغلویس یه قلمای بزرگ بود و این تشتش اینجا معلومه که این رنگ سفید رو داره این میزنه و اون زیر رنگ رو زده، حالا داره رنگ میزنه. من براش نوشتم این رنگ سفید شما منو یاد ماستمالی انداخت و ماستمالی کردن کارایی رو که توی ایران به اصطلاح میخوان خیلی زود سریع رفع و رجوع کنن، میگن طرف ماستمالی کرده. اینجا بهش میگن پچ جا. میدونستی خوشنودی؟ اگه ندونستی یک کلمه یاد گرفتی. برای هر یک کلمه ای یا هر چیزی که از این برنامه تلویزیون مردم یاد گرفتی، اگر یک دلار گذاشته بودید کنار، من الان میلیونر بودم. پچ جا، پچ یعنی وصله، کارهای وصله کاری رو پینه دوزی، شیراز میگن گنگو، قوری و اینا که میشکست، چینی که میشکست میگفتن چینی گنگو زدن، تهرونی ها میگن بند زدن. در هر صورت اینم ماستمالیه که من به ترامپ به پتی گفتم این عکس و اینها منو یاد ماستمالی انداخت. ولی توی نوشتهش بذارید براتون بگم چی نوشته. نوشته که
گاگو صبح بخیر، این هم وظیفه شهرداری که پول میگیره، مردم باید جورش رو بکشن. ساعت 4:13 است و ببینم اینجا first arriving officer could shoot him dead if it was in America. بله، توی آمریکا یه دو تا اتفاق بد افتاده. این پلیسا تو خونه عوضی میرن طرف رو شوت میکنن و اینها، بعد فهمیدن که این پلیس قبلا هم این مشکلات داشته. بعد اولین کاری هم که میکنن بهش مرخصی با حقوق میدن، یعنی اگه یه پلیسی پس فردا نتونه مرخصی بگیره، بهترین کار اینه که با تیر بزنه تو پای یکی، چون فوری بهش مرخصی میدن. و باز یاد اون داستانا افتادم که طبق گفته رئیس حکومت نظامی اینها حمله کردن که مردم حمله نکنن، میشه این همون که اگه شما زنگ بزنی به پلیس بگی یه عده دارن منو میان میکشن، اونا میان شما رو تیر میزنن، بعد میرن بیرون وای میسن به مردم میگن که نگران نباشید، ما دیگه به جای شما تیر زدیم، ولی براش یه پای نو میخرین، یه پای چوبی یا یه پای پلاستیکی. بله، به روتوش عکس هم ما در ایران میگفتیم تاچاپ، اشتباه نکن، اون میشه ریتاچ. ریتاچ که به فرانسوی اینا مثل که میگفتن روتوش، و کار خوبی هم بود، با مداد روی فیلم های سیاه و سفید میکشیدن و هر کی این کار بلد بود یه پول خوب در می آورد. تاچ اپ کلمه انگلیسیه، همون ریتاچ هم یا اصطلاح یا روتوش هم انگلیسیه، ولی تاچ اپ فکر کنم اونجاییه که یه چیزی رو همون به اصطلاح همه رو رنگ نمی کنن، فقط یه جایی به خصوصشو میان تاچ لامپس اپ، تاچ اپ رنگ. انگلیسی من و تو دیگه از این بهتر نمیشه، حالا تو جوونی، من دیگه همین که هستم، میخوای بخواد نمیخوای نخواد. خب بذار بریم سراغ today's WTF، بزنید ببینید WTF چیه. برای این دوستمون اتفاقا نوشتم که ببینید شما براتون در طی روز ویدیوها میاد، نوشته ها میاد، شعر ها میاد، هممون از خوبی صحبت میکنیم، هممون از صادق بودن و وفادار بودن صحبت میکنیم، نیم ساعت بعد هممون مثل سگ و گربه به هم دیگه فوش خوار مادر و هرچی هم که نداریم میدیم. بیچاره این خوار مادرها هیچ وقت به برادر و بابات فوش نمیدن، میدن البته پدر سوخته، پدر سگ، اینا فوش بابا. خب سگ و قصاب، شما این داستان رو من براتون میخونم، ببینید روزانه چند تا از این داستانا توی اینترنت نوشته میشه، پخش میشه، من و شما هم مجانی پخش میکنیم، تازه یه گوینده تلویزیون هم خله اینو تو برنامه تلویزیونش هم میگه. قصاب با دیدن سگی که به طرف مغازهش نزدیک میشد حرکتی کرد که دورش کند، اما کاغذی را در دهان سگ دید، کاغذ را گرفت، روی کاغذ نوشته بود لطفاً 12 سوسیس و 1 ران گوشت بدین. $10 همراه کاغذ بود. قصاب که تعجب کرده بود سوسیس و گوشت را در کیسه ای گذاشت و در دهان سگ گذاشت، سگ هم کیسه را گرفت و رفت. اولین اشکال، داریم به فارسی می نویسیم ولی ننوشته 10 تومن، ننوشته 20 تومن، حالا دلار هم که نوشته، نوشته کاغذه نوشته بود 12 تا سوسیس و 1 ران گوشت بدین $10. خب اوکی، مجبوری قیمت بدی. اوکی، قصاب که کنجکاو شده بود و از طرفی وقت بستن مغازه بود تعطیل کرد و به دنبال سگ راه افتاد. ببینید چه همه چیزها ردیف، سگ موقعی اومده که مغازه میخواد تعطیل بشه، آقای قصاب میره دنبال سگ. قصاب ما شده تحلیلگر، شده چی میگن اینا که میرن دنبال بله. سگ در خیابان حرکت کرد تا به محل خطکشی رسید، با حوصله ایستاد تا چراغ سبز شد، بعد از خیابان رد شد، قصاب به دنبالش راه افتاد، سگ رفت و ایستگاه اتوبوس رسید، نگاهی به تابلو حرکت اتوبوس ها کرد و ایستاد. قصاب متحیر از حرکت سگ منتظر ماند، اتوبوس آمد، سگ جلوی اتوبوس آمد و شماره نگاه کرد و به ایستگاه برگشت و به اصطلاح سوار شد، سب کرد تا اتوبوس رفت، نگاه کرد دید این اتوبوس عوضیه،
وایساد، اتوبوس بعدی اومد، شمارهش نگاه کرد، شماره آن را چک کرد، اتوبوس درست بود، سوار شد. قصاب هم در حالی که دهانش از حیرت باز بود سوار شد. اتوبوس در حالت حرکت به سمت حومه شهر بود و سگ منظره بیرون را تماشا میکرد. پس از چند خیابان سگ روی پنجه باند بلند شد و زنگ اتوبوس را زد. اتوبوس ایستاد و سگ با کیسه پیاده شد. قصاب هم به دلیلش، من همش منتظر بودم که یه جایی بنویسی که تو چقدر بیکاری که نشستی تا اینجا میخونی، ولی تموم نشد، صبر کنی. سگ در خیابان حرکت کرد تا به خانه رسید، گوشت را روی پله گذاشت و کمی عقب رفت و خودش را به در کوبید. این کار را بازم تکرار کرد، اما کسی در را باز نکرد. سگ به طرف محوطه باغ رفت و روی دیواری باریک پرید و خودش را به پنجره رساند و سرش را چند بار به پنجره زد و بعد به پایین پرید و به پشت در برگشت. مردی در را باز کرد، شروع کرد به فوش دادن و تنبیه کردن سگ و قصاب با عجله به مرد نزدیک شد و داد زد: چی کار میکنی دیوانه؟ این سگ یک نابغه است، این باهوشترین سگی است که من تا به حال دیدم. مرد نگاهی به قصاب کرد و گفت: تو به این میگی باهوش؟ این تا حالا این دومین بار است تو این هفته که این احمق کلیدش را فراموش کرده. نتیجه اخلاقی، حالا این داستانه رو این آقا یا خانم نوشته برای من فرستاده، نتیجه اخلاقی هم من و شما باید ازش برداشت کنیم، ولی نه، این نتیجه اخلاقی هم خودش به من و شما میگه، چون من و شما که مغز نداریم، اگه مغز داشتیم که این مزخرفات رو نمیخوندیم. نتیجه افاقی، اولا این که مردم هرگز از چیزهایی که دارند راضی نخواهند بود. دوم این که چیزی که شما آن را بی ارزش میدانید به طور قطع برای کسانی دیگر ارزشمند و غنیمت است. سوم این که بدانید دنیا پر از این تناقضات است. پس سعی کنیم ارزش واقعی هر چیزی را درک کنیم و مهمتر این که قدر داشته‌هایمان را بدانیم. شما درس امروزتون رو گرفتید؟ برید دنبال کارتون. نه، یه داستان دیگه براتون بگم. میگن یه روزی یک کلاغی با یه خوکی، فامیلای همین سگه بود، سوار هواپیما بودن، داشتن میرفتن. کلاغه اشاره کرد به مهموندار که یه چایی به من بده. چایی رو که خورد، آخر چایی رو ریخت رو مهموندار. این خرسه نگاه کرد، گفت این دیگه چه دیوانه ایه بغل دست ما نشسته. یه نیم ساعت دیگه گذشت، دوباره کلاغه گفت یه نوشابه. مهموندار براش یه نوشابه آورد، نوشابه رو یه قلپ که خورد، باقیشو ریخت رو مهموندار. کلاغه دیگه بالاخره خوابید و داشت چرت میزد. خرسه گفت که حالا که این نیست، بذار من یک کمی از این کارا بکنم. صدا زد به مهموندار، گفت که یه نوشابه من بده. نوشابه رو که داد، اینم یک کم خورد، باقیشو ریخت رو مهموندار. همه مهموندارا با هم جمع شدن، گفتن این که نمیشه، مسافر رو ما نوشابه بریزه. خرس رو گرفتن، در هواپیما رو باز کردن، از هواپیما انداختن بیرون، کلاغ هم انداختن بیرون. کلاغ آمد پر 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 پلو خرس، گفت آخه احمد، من که این کارو میکنم، من پر دارم، میپرم، تو که پر نداری چرا رو مهموندار نوشابه میریزی؟ حالا اینم ماجرا شده، ولی باز براتون میگردونم به نوشته دوست خوبمون خانم شایسته الهامی که غلط نوشته، من غلطش رو بهش مؤدبانه گوش زد کردم. ایشون نوشته خود شکر خدا که غلط داشتم که شما بگی، و الا چیزای خوب دیگه که ننوشتم. چیزای خوب دیگه نوشتی خانم، اونها رو وقتی ما میخوایم کامنت بذاریم فیسبوکتون بر میداره. یا شما بلد نیستی با فیسبوک کار کنی، یا فیسبوکتون هک شده، یک کسی رو نادانسته ادمین قرار دادین، اون داره دخل و تصرف میکنه. خلاصه همش از ندونستن خودمون شروع میشه و به خاطر ندونستن خودمون به دیگران میپریم. روز روزگار بر شما خوش. چهارشنبه به احتمال 50% دوستمون از خلیج فارس برنامه نخواهند داشت، چون یه مقداری مشغولیات کاری دارن، گفتن ممکنه نرسن. میذاریم 50-50، خیلی هم بد نیست 50%. این ترامپ 50% شانس داشت رئیس جمهور بشه، شد. حالا 50% شانس داره که ایمپیچ بشه و به اصطلاح بندازنش بیرون، امید میشه داشت. ماجرای دیگه‌ش هم میدونید که یه نفر به دوستش گفت میخوام برم خواستگاری دختر شاه. گفت آخه دختر شاه رو به تو میدن، گدای پاپتی. گفت خدا رو چه دیدی، تازه خیلی هم ناامید نباش، 50% کار درست شده. گفت آره، اون 50%ش که منم راضی هستم. منتظر 50% دیگه باشین. چهارشنبه با شما خواهیم بود از ساعت 2 بعد از ظهر. و جمعه 2 تا مژده براتون دارم. 1-2
اگه فکر کردین الان میگم کلیدش هم انداختم دو. شاه الله یا اغلب سنشون هم کمه، نوشته بودن تور اروپا زمان شاه فقط 12,000 تومان بود و خدا بیامرزی برای شاه میفرستادن و نوشته بودن هر آدم فقیری میتونسته بره، که در جواب نوشتم همون سال ببین 12,000 تومان حقوق چند سال یا چند ماه پدر و پدر بزرگتون بوده. بعد بپرسید ببینید نصف بیشتر مردم اون موقع اصلا میدونستن گذرنامه چیه و فکر سفر به خارج به سرشون بزنه. آقا حالا سفر رفتنشون هم تو سرشون بخوره، میمدن میرفتن آلمان و این وقتا بعد از ویناخته بعد از کریسمس بونجالای مونده خارجی ها رو که اینا نمیخواستن بذارن تو انبار تا سال دیگه اون چی بود بید بزنه یا این حیوانایی که میزنه، اینا رو ارزون میکردن حراج، اینا میرفتن میخریدن میمدن اینا رو بعض وقتا میفروختن یه مشتشو به فروشگاه ها، خیلی هم رسم شده بود، میرفتن یه ماشین میآوردن تو ماشین هم پر از وسایل و اینها پولشون اینجوری در میآوردن. یعنی اینا هم یه سری افرادی بودن که تازه چون دستشون به دهنشون میرسید بدبختا افتاده بودن به کار دلالی و ماشین وارد کردن، فقط چی کار میکردن؟ برای افراد زیر دست خودشون پوز میدادن که من امسال رفتم آلمان، رفتم فرانکفورت، رفتم خرید. نمیگفت رفتم هر راجای 90% آف. روزگار غریبیست نازنین، اگر از برنامه من لذت میبرید حمایت کنید. دیگه کم کم داره به جایی میرسه که آقای آرمان بگم آقا یعنی چی اینقدر وقت ما رو میگیری؟ حالا 16,000 دلار بوده یا 3,200 دلار بوده؟ حالا 3,200 دلارش دلار 15 تومانی بوده یا 12 تومانی بوده؟ حالا دلار 1 تومانی بوده که آقای میبادی باش پیکان میخره؟ حمایت حمایت حمایت. از اونایی که حمایت کردین ممنون، متشکرم. احمد از فلوریدا، دوست خوبمون، همشهری شیرازی، که من هر وقت اسم شما رو مینم آقا فرزاد یاد اون نون آلوی دم سینما مهتاب، البته من و شما هیچ کدوم نمیگفتیم سینما مهتاب، میگفتیم سینما دم کل مشیر بود. روز روزگارتون خوش، شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، منتظر برنامه‌های بهتر هستیم که شماها مجری یا تهیه کنندش باشید. مرسی.